یک دو سه چهار، بله کار میکنه اینجا. این فیسبوک هم راه بندازیم. خیلی همون لحظه ای که میخوای شروع کنی یک چیزی، این پدر ما همیشه میگفت که خب موقعی که کار باش نداری که خراب نمیشه، موقعی که کار داری خراب میشه. اجازه بدید دوستان عزیز با 6 دقیقه تأخیر شروع کنم و ببینم اینجا هم این رو هم را بندازیم، بلکه ببینیم صدا میاد یا نه. خب دوستان که روی فیسبوک ما رو میبینید، بنویسید صدا و تصویر چگونه است، چون یکی از میکروفونای ما، میکروفون شماره 7 لاجیتک، از کار افتاده. دلیلش هم اینه که دیروز تکنسیانی آمده بود اینجا از کاکس و اینا رو درست کرد. بله مواظب حیله کسی ملاها با دراب. آقا من هنوز برنامه هم شروع نکردم، شما اومدی مواظب گور پدر آخوند و گور پدر دنیا و گور پدر عراق و حالا تو سر خودم هزار تا فکر. شما نشستی که ما یه جایی رو آب و جارو کنیم، بگیم بابامون مرده، شما بیا بگی عروسی مادرته. بابا ولمون کن تو رو خدا، حالا من و شما مواظب بودیم، چه غلطی کردیم این همه مدت مواظب بودیم؟ مواظب باشید. حیله شما چه کاره هستید که متوجه شدید دیگران نمیفهمند؟ اینجا بنویسیم سربی با مردم. ما میگیم اگه صدای ما رو میشنوی، تصویر ما رو میبینی، ببین بنویس صدا و تصویر چگونه است. طرف میاد میگه که مواظب باشید حیله عراق و آخوندا. 40 سال به همون کلک زدن، شما و من هیچ غلطی نتونستیم بکنیم، مثل الاغ در گل پامون مونده و داریم در جا میزنیم. خب ببینم والا اینجا دیگه از بس چیزا زیاده نوشتم، انکودر ویندو او بی اس اکس سپلیت وید بلاستر بات. این بات بهتون میگم تو کلمه آمریکایی یعنی باسن، ولی یه آلمانی یه پروگرامی درست کرده. خیلی ممنون خانم ستاره از سوئد، میگن که همه چیز عالیست و یه پروگرامی درست کرده. حالا یا دانسته یا ندانسته آمده 4 تا کلمه رو استفاده کرده. اول این کلمه ها رو وقتی میزنه به هم میشه باسن، مثل خدا شامیان بود میشد خشم. حالا اینم بابا تو آلمان یه پروگرام درست کرده. این همون پروگرامیه که ما وقتی صحبت میکنیم شما صدای ما رو از تلفن کجا؟ از تلفن 605 شمارش هم نوشتم 605-475-58-83. امروز ساعت 2:30 قراره با یه نفر از ایران، یا آقای جوونی هست کارای خبرنگاری، آخه خبرنگاری هم این روزا دیگه اون چیزی که من و شما میشناختیم و میدونستیم عوض شده، یه مدل دیگه شده و اینها خبرنگارهایی هستن که بهشون میگن فریلنس، یعنی آزادن، برای خودشون کار میکنن. بعد وقتی هم میگیم خبرنگار، معنیش این نیست که اینها خبرنگارهای حرفه‌ای باشن که از این را به اصطلاح زندگی میکنن، مثلا یه خبری رو پیدا کنن بنویسن یا گزارش کنن و یه پولی بگیرن. بعضیا همه که شدن خبرنگار. کجا بود یه تبلیغی بود میگفت هر یک نفر از شما یک خبرنگار هستید، توی یکی از این تظاهراتای چند سال گذشته بود، توی همین نمیدونم بهار آزادی عرب ها و اینها، سپرینگ. بله میگه که آقای شبستری میگه روی یوتیوب صدا نداری. خیلی ممنون، ولی بذار من ببینم چرا ما روی یوتیوب صدا نداریم. و میگم این یکی از این چیزای ما، میکسر رو اینجا ببینم کار میکنه یا نه. میکسر خاموش کنم دوباره روشن کنم، همه مشکلات دنیا به خاموش روشن کردن نیست که حل میشه. و ببینیم که آدیو، بریم تو ستینگ. این یک کوروشی بود، آقای کوروش وحدانی اگه اشتباه نکنم، یه دفعه گفت آقا تو که اینجوری برنامه بعض وقتا یه جاهای گیر میکنه، درستش میکنی قطع میشه فلان اینا، من اینجا قلبم میخواد وایسه و تو چجوری این کار انجام میدی؟ گفتم آقا ما دیگه از بس قطع شده وز شده و اینا حالیمون نیست، همینجوری انجام میدیم. مثلا اینجا نوشته دسکتاپ آدیو میکروفون اکسلری و
همه رو بزنیم enable، یعنی همه کار کنن تا ببینیم چی میشه. ویدیو کپچر دیوایس، من اومدم تو قسمت آدیو، میگه حالا بالا ویدیو کپچر دیوایس، بگیم باشه، اونم برامون اونم enable میکنیم. ویدیو کپچر دیوایس 2، ویدیو کپچر دیوایس 3. حالا ببینیم، صدا باز اینجا نمیاد متاسفانه و نمیدونم، هرچی هم روش کلیک میکنم که به ما بذارید ببینیم. خب اینم بده که ما همینجور بشینیم اینجا منتظر صدا میدن. روی فیسبوک نگاه کن فعلا آقای شبستری، اصلا قید اینو بزنیم فعلا تا ببینیم چی میشه، چون این ستینگ میکروفون و اینها بعضی وقتا حتی باید از کامپیوتر جداش کنی، همه اینا دیگه کامپیوتری شده، بعد اون دوباره سی دی رو بیاری اینستال کنی. من میگم دیروز اینجا ما یه 3-4 ساعتی این آقای کاکس آمده بود و وسایل رو ریخته بود به هم و اینها. از روی فیسبوک نگاه کنی فعلا تا ببینیم چی میشه. چی بنویسم؟ یه تابلو بنویسم بگم go to فیسبوک؟ خب آقای سوربی، امروز فرمال تیپ زدی. والا تو آمریکا آقای خانم لیلا میلانی، ببخشید من فکر کنم شما آقای لطیف زمانی هستید از انگلستان، چون اول اسمتون و آخر اسمتون یکیه، با ل شروع میشه با آی تموم میشه. لیلا خانم، اینجا فرمال و این فرمال و اینا نداره، مثلا همون جمعه که میگن کژوال فرایدی، بعضی هم اینه همون لباسی هم که میپوشن، یه پیرنیه، یه کراواتیه، از یه کراواتر هم باز میکنن. ما دیدیم حالا دیروز اینجا سپتامبر 11 بوده، 17 سال از این فاجعه گذشت، فاجعه‌ای که بحث ها و گفتگوهای زیادی دور برش میچرخه. همین ترامپ احمق خودش، برید گذاشتم روی فیسبوک نگاه کنید، خودش به فاکس نیوز گفته بود این کار عربستانه. خیلی ها تو آمریکا میگن این کار دولت و کار صاحب اونجا و بیمه بوده. مثلا شما بعد از 17 سال دیگه الان باید همه صاحب این ساختمونا رو بشناسن، بدونن این آقا چرا، مثل ما الان داره اینجا طوفان میاد برای جمعه، من ببینم مثلا خونم کنن، زنگ بزنم به بیمه، تازه اینم اوکیه، زنگ بزنم بیمه بگم که بیمه منو ببر بالا یا دیداکتبل منو کم کن، این اوکیه. ولی اون کاری که اون کرده، اون ساختمون کهنه رو برداشته، قیمت بیمه و اینهاشو برده بالا و اینها، یه جورایی چیز نمیکنه. بله میگه I know I was just teasing you. این teasing you تقریبا یکم مثل داشتم سر به سرت میذاشتم، داشتم قلقلکت میدادم. حالا لیلای عزیز، منی که اینجا گیر افتادم مثل کمپوزیسیونی که در گل گیر افتاده، شما نباید ما را امروز به اصطلاح قلقلک بدی، چون یکی از چیزا میکروفونا کار نمیکنه. حقیقتش هم نمیدونم، نوشته unhide all، بزنیم unhide all، نمیدونم، اعصاب آدم خورد میکنه، ببخشید. حالا بذارید بریم ما امروز بالاخره یه راهی پیدا کردم، نمیخوام بگم از دست دوستان مزاحم، میخوام بگم از دوستانی که رعایت نمیکنن و هرچی ما التماس میکنیم که آقا خانم، خب ما داریم به زبان ساده به شما میگیم نمیتونیم جوابگوی محبت های شما باشیم، اینجا نفرست. مثل اینکه من یه در روی این مثلا زنگ دم در اینجا نوشته باشم من در حیات هستم، لطفاً اینجا زنگ نزنید، از این در بیان. شما هی اینجا وایسی زنگ بزنید، در بزنید، سنگ بزنی به در، که این همسایه‌ام که رد میشن بگن این سوربی یا گوشش کر شده یا دیوانه شده یا خدای نکرده این مهمون دیوونه است. چرا رعایت نمی‌کنیم؟ یه فکر خوب کردم و پیداش کردم، یه پیام اتوماتیک گذاشتم روی فیسبوک، روی فیسبوک مردم تیوی، چون صفحه هست، اینا ما رو مسخره کردن، یکیش پیجه، یکیش پروفایله، همچی که یاد میگیریم پروفایل یعنی چی، میکنتش پیج، همچی که یاد میگیریم پیج یعنی چی، میکنتش بلاگ، همچی که یاد میگیریم بلاگ چیه، میکنتش وبسایت، همینجوری بمانه. روی صفحه مردم تیوی شما میتونید پیام خودکار یا اتوماتیک بذاری، بهش میگن آتو ریسپاند،
یعنی هر کی زنگ زد مثل پیامگیر که میگه ما منزل نیستیم، به مجردی که آمدیم به شما، اینو میتونی بذاری روی پروفایل، این اجازه رو بهت نمیده. دوستان میرن روی مردم تیوی، از اونجا پیام میفرسن، میبینن نوشته با ایمیل و با تلفن، میگه خب من ایرانی هم دیگه، بذار برم رو صفحه خودش، صفحه شخصی، میاد رو صفحه شخصی. و ما هم هی اینا میفرستدن، ما هی تو رو درواسی مجبور بودیم جواب بدیم. از امروز به این نتیجه رسیدم که جواب ندم و یک پیام اتوماتیک هم اینجا راه انداختم به یک کلکی که می‌نویسه این پیام اتوماتیک برای شما ارسال شده. از این مهمتر می‌نویسه تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج داره. من فکر کردم همین که من بنویسم تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج داره، خود به خود رفته رفته دوستان اینجا دیگه پیام نمیزن. اگه کسی واقعا کاری داره زنگ میزنه، ما شماره تلفن داریم الان اینجا بهتون نشون میدم، بکنم این باشه، بله 202-695-2573. دیروز داشتم توی برنامه رادیویی گوش میدادم، گفت مردم کم کم از فیسبوک دارن بر میگردن. البته شوخی میکرد، میگه حالا مای اسپیس خیلی خوشحاله که دوباره بر میگردن اونجا. نه، من فکر کنم مردم با شور و هیجان آمدن فیسبوک و دیدن آقا اطلاعات شخصیشون که از دست رفت، بانک و بانک و اینا، بعضیا سوء استفاده کردن، بعضیا مزاحم شدن، بعضیا دردسر خانوادگی حتی به جدایی بعضی وقتا انجام میده. آقای اومده دیده خانمش با یکی داره صحبت میکنه، خانم اومده دیده آقای با یکی صحبت میکنه، دیگه کم کم فیسبوک فکر کنم برمیگرده. دو سه تا چیزایی تو آمریکا میگن نسستی، یعنی چیزای لازم رو آدم نگه میداره. این تلفن دیگه الان 100 سالش، آدم بیشتر با تلفن عادت کردیم، ایمیل 20 25 سال دیگه فکر کنم عادت کردیم، فکر کنم باز برگردیم همون اولد سکول یا اولد فشن یا همون چیزای سنتی. در صورت من روی فیسبوک با وجودی که داریم استفاده میکنیم نشون میدیم، ولی پیامی جواب نمیدم، یا با تلفن یا با تکست یا با ایمیل. یعنی شما اول اونا رو داری که بعد اومدی فیسبوک استفاده میکنی. حالا اگه من به یه جایی برای ایمیل برای یه نفر بنویسم ایمیل جواب نمیدم، بیا رو فیسبوک، شاید طرف بگه آقا من به خاطر سکیوریتی، سیفتی، امنیت اصلا فیسبوک ندارم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه دوستمون از خلیج فارس رو نداریم، ولی یه دوستی از همین محل باهاش صحبت میکنم درباره برنامه‌هایی که اینجا میذارن، یه عده هستن فعالیت میکنن. من متاسفانه به خاطر اینکه جمعه شنبه یک شنبه بیشتر وقتا یا گریجویشن پارتیه یا بردی پارتیه یا عروسیه یا عزا هست، گفتم بهتون ما هم مثل آخوندا، مثل کشیشا، از تولد تا مرگ با مردم هستیم، فیلم برداری، عکس برداری، برنامه تهیه کردن، و نیستیم که بریم توی این مهمونی ها، توی این، دیدم یه جایی نوشته بود اجلاسی برقرار میشه، برای طرف نوشتم والا تا اونجایی که من میدونم اجلاس بکنم جمع جلسه ها هست و شما یه جلسه داری، اونم نوشتی ما، برات نوشتم ما، منظورت کیه؟ وشتی فوش دادی، نشون میده چقدر بیشعوری. در هر صورت جلساتی میذارن، افرادی هستن که خودشون رو با مسائل سیاسی بی خود و بیهوده کثیف نکردن، اعصاب دوستانشون رو خراب نکردن. همین دیروز باز داشتم با آقای غلام ترشیزی کلکل میکردم و واقعا دلم سوخت برای غلام ترشیزی، یه آدمی به این خوبی این مکافاتا رو تو زندگیش کشیده، داداشاش رو از دست داده، حالا خودش رو آویزون کرده به یه سازمانی به نام سازمان مجاهدین که سازمان مجاهدین انقدر خجالت زده است که اسم خودش رو نمیاره. بهش میگم غلام عزیز برادر، شما به من بگو این سپتامبر که گروه ایرانی میاد اینجا برنامه مجاهدین چیه؟ هی رای رو داره برای من برنامه انجمن ایرانی آمریکاهای گروه‌های دروغی، بعد میگه شما برو رو وبسایتشون ببین اینا کیان. میگم آقا من میشناسم، کور بشه اون مغازه‌داری که مشتریاشو نشناسه، میشناسم، شما به من نمیخواد بگی برو اونجا، غلام خودت برو. خودت هم یه بار گفتی که خانومت هم بهت گفته که بابا اصلا این درصورت به حرف خانومت گوش بده. مارک سوکنبرگ یا he's an evil entity, he should be stopped. این شود که میگی، این کلمه شود و مست و وود و اینها، کی باید اینو استاب کنه؟
اینا دیگه انقدر جا افتادن، اینا شدن مثل اون بانکایی بود که زمان اوباما گفت اینها انقدر بزرگ هستن که دولت نمیتونه بذاره ورشکست بشن. باورتون میشه؟ بدبخت ریزه میزا میان امروز میره خرج میکنه، خونهشو میفروشه، بیزینس رو میندازه، 6 ماه دیگه با برادرزنش و شوهرخواهرشم دعواشو میشه، بیزینس هم از بین میره، هیچ کس هم متوجه نمیشه. ولی اون بزرگی که سالی 100 میلیون دلار حقوق میگیرن، بونس میگیرن، تازه دولت میگه اینا اگه فرو بریزن جامعه رو دوچار تزلزل میکنه و ما مجبوریم اینا رو نگه داریم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، این کانال نو فکرم سی بی اس، کلمبیا برادکاستینگ کمپانی، این کسی که مسئولش بوده که یک زن نسبتاً جوانی هم داره، یه خانم کره‌ای هست و اینا، این زنم از همون کارکناش بوده، بعد حالا دیگه هرچیه شده زنش، خانمای اومدن شکایت کردن و اینها، و این آقا دست پاش جمع کرده میخواد بره، قبل از اینکه مثل اون یکی کلیمیه صاحب اون کمپانی ویدیو تلویزیون اینها، فیلم هالیوود و اینا ورشکسته نشه و اینها، شما فکر میکنی به این آقا چند میخوان بدن تا بره؟ گفت بیش از 100 میلیون دلار بهش میدن بره، تازه نمیره هم هستش، فقط قرار شده بدون حقوق کار کنه. میگم آخه مگه کسی مشکل با حقوق این داشت؟ مشکل با شخصیت و اتیتود و مزاحم شدنش داشت که شما میگی این هنوز هستش و وای میسه. کار دنیا خیلی خرابه. حالا تو این اوضاع و احوال کار خراب، آقای زرابی برای من نوشته که متوجه شدم من واقعا یکم عصبانی شدم اول، بعد خندیدم، گفتم که آقای زرابی شما مثل که کم کم فکر کردی مثلا مسئول ساواکی، هنوز بابا آخونده هستن، اقلا ساوا ما باش، مسئول ساواکی یا مسئول وزارت ارشادی یا یه اداره جدیدی یه جایی را افتاده، من خبر ندارم. و امروز من بحثم بیشتر سر این ماجرا هست که هنوز جنگی در نگرفته، این دوستان سر غنایم یا سر غنیمت ها با هم دعوا شده. آقای زرابی، من برنامه‌مو درست کردم، گذاشتم روی صفحه خودم، نوشته زیر ویدیوی من نوشته مشاهده کردم تمرکز حملات سنگین به خانواده پهلوی منصفانه نیست و بلکه آنجاهایی که باید حملات سنگین انجام شود خبری از حمله دیده نمی شود. رژیم اشغالگر و ننگین جمهوری اسلامی منظور من است. بابا خیلی ممنون، چه خوب شد. دوستان اگر شما هم مثل من احمق، نادان، بی سواد هستی و تا امروز نمی دونستی که من و شما تو انگلستان و آمریکا و اروپا و این ور اون ور بلند شدیم، مهاجرت کردیم به خاطر جمهوری اسلامی، ممنونم از آقای زرابی که این رو گفتن و ما فهمیدیم، چقدر خوب شد. حالا چه کار باید بکنیم آقای زرابی؟ مثل شما و دوستانتون دومین جنبش سراسری انجمن پادشاهی بذاریم، 7 نفر، یکی شما با 6 تای دیگه که میخوان ویزا و اقامت و پناهندگی بگیرن، از این برنامه ها بذاریم، یه چادری بخریم بیان تو میدون عمومی فرانکفورت و آلمان، یه بلنگو هم بگیریم دستمون، داد و قال و بیداد، بعدم حالا یا باد فتح آوردیم یا گلمون درد گرفته، بریم بشینیم توی رستورانی چلو کباب بخوریم. آقا شما اون کارو بکن. من نوشتم آقای زرابی گرامی، شما و دوستان ماشاءالله انقدر حمله کردید و میکنید که جای حمله برای دیگران باقی نگذاشتید. خسته نباشید، این همه پیروزی را به شما و دوستان تبریک میگویم. من فقط به مردم میگم اگر امروز مریض هستند به خاطر خوراک فاسد دیروز است. آیا شما اگر مریض بشید، اسهال بگیرید، به شکم و باسن خود حمله میکنید یا به آشپز فروشندهی که دیروز خوراک فاسد به شما داده؟ به قول آزیتا خانم، کمی فکر و تحقیق، پس از آن با برنامه عمل کنید. تا
تنها فوش دادن که کافی نیست. آقای آرش افشار اومده گفته من دقیقا، من هم با شما موافق هستم، دقیقا درست هستش. حالا من نمیدونم با من موافق ایشون یا با آقای زرابی، ولی آقای زرابی من تلویزیون آمریکا آلمان اون دو سالی که بودم خیلی وای نسادم که قانون و ایناش بدونم، فقط همین فهمیدم که اونم یه جورایی مثل که یه بودجه از دولت میگیرن، یه پولی هم از مردم میگیرن. ما اونجا چون پناهجو بودیم یه فرمایی بود وقتی میومد در خونه که 60 مارک اون موقع یورو نبود بده، مینوشتیم که ما اینجا اقامت دائم نداریم و ما داریم از سوشال پول میگیریم. میگو خب برو دنبال کاره. این زرابی کی باشه؟ خانم لیلا مینانی عزیز برادر، من که دارم اسمشو تو فیسبوک نشون میدم، دارم عکسشو نشون میدم، شما یه کمی از سوال کردن کمتر دست به اصطلاح کمتر کن، بیشتر به تحقیق بپرداز. این آقا اسمش رضا زرابی بود، بعدن اسمش کرده کوروش زرابی، هیچ اسمی هیچ اشکالی نداره، همه آزاد هستن هر کاری دلشون بخواد. برو اونجا ببین کی از چی است و اصلا مهم نیست این کیه، مهم نیست این چه کار میکنه، مهم اینه که زیر نوشته من این آقا به جایی که بیاد نظرشو بگه میگه به نظر من، آقا به نظر شما شاید من امروز لباس نباید بپوشم و لخت بیام اینجا. این مزخرفی که به ما یاد دادن به نظر دیگران احترام بذارید، این یه درد بزرگی. کدام یک از شما به نظر آیسیس احترام میذارید که یا باید مسلمون باشین، اونم مسلمون از نوع خرش مثل اونها، یا سر و گردنتون رو میزنن. پس لزومن شما به نظرات دیگران احترام نمیذارین. کدام یک از شما به کلیمی که مرغ میگیره میزنه به دیوار، خر رو میذاره رو سر خودش، او راستی تبریک میگم سال نو دوستان کلیمی هست، راششانا اینا ماشاءالله همش جشن و اینا دارن. این نمیدونم آقای عیسی موسی اینا کی مرده، ختم و عزا و شهادت و اینا ندارن، همش جشن. هانیکا یه چراغی روشن کردن به جای یه شب نه شب سوخته، جشن میگیرن. نمیدونم یه نون مخصوص دارن، هفته ای جشن میگیرن، دستات خوش باشه. آقای سوربی اگر میدیدم از شما سوال نمیکردم. آها خب بعدن برو ببین، این میشه همون تحقیق دیگه، بعدن برو تو فیسبوک ببین، تحقیق کن، بزن زرابی نوشته هاشو بخون، یه جای پیدا میشه بری باهاش کلکل کنید، برید با هم دعوا کنید، فوش بدید و خوش باشید. و اما خیلی خوشحالم این پیام اتوماتیک راه افتاد و در حین برنامه که شما مینویسید، من تا هفته قبل اینجا نمیتونستم حتی جواب به شما بدم، باید به صورت عمومی جواب میدادم و اون خصوصیارم هر کی میفرسه من روی فیسبوک به شما جواب نمیدم. یه دستگاه اتوماتیک میگه سوربی نمیتونه جواب بده. اگر میخواین جواب بگیرید یا ایمیل یا تکست یا تلفن. That's it و سلام. وقتا میگفتن نقطه سر خط، آخر جمله نقطه سر خط، فول استاپ. این فول استاپ یعنی استاپ کامل کنید. خب امیدواریم آقای زرابی هم یک کمی به خودش فکر کنه و با این دوستایی که داری، یادته آقای زرابی دوستای شما یکیش اون باوند بود، باروند گشتاس به یشتاس به اینا هستن، یکیش اون دیوانه دیگه بود مال کانادا آقای پولی، یکی دیگهش این کامران قادری احمقه، اینا یکی یکی امتحاناشونو پس دادن. حالا شما اون دفعه به خیر گذشت اسمتو از رضا کردی کوروش، دفعه دیگه اگه شرط بندی کنی ممکنه بگن اسمتو بذار چراغ علی یا یه چیز اینجوری. ساواک های آتش به اختیار، همین اینجا برای آقای زرابی نوشتم. آقای زرابی شما چه فرقی داری با اون حزب اللهی که میگه همه باید مثل من فکر کنن؟ ساعت 2:30 بذارید من ببینم میتونم با این دوستمون تماس بگیرم توی ایران، که حالا امیدوارم میکروفون اون، این میکروفونی که ما داریم بشه کار بیفته. بله نوشتن که بنده مواضع شما را در رابطه با گروه خودباخته مجاهدین
اتفاق نظر دارن. بذار من با این دوستمون تماس بگیرم. خب دوست عزیز، ما به خاطر همین به شما گفتیم، شما من گفتی شما اون برادر سرابی هستی، گفتم اولا من سرابی نیستم، من سربی هستم. و اون سرابی یه پولی از مجاهدین گرفته بود، بدبخت سالها پیش مجبور بود به اصطلاح براشون یک کاری هم انجام بده. شما صدای من میشنوی؟ الو. شما صدای من میشنوید الان؟ بله، اگر فقط متاسفم، من آمادگی چیز نداشتم. اجازه بدین چند دقیقه دیگه با خودم باهاتون تماس. خب خیلی ممنون. اینم از دوستانم، دوست جوان، دوست خبرنگار، میخواد کارهای سیاسی اجتماعی کنه، میگی ساعت 2:30 به وقت نیویورک. اگه بگی من نمیتونم بفهمم وقت نیویورک کیه، گناه یا عذر بدتر از گناه. اگر بدون کیه حاضر نباشه دیگه عذر بدتر از گناه بدتر از فلان. بذارید یه روز دیگه. بله، یه دوستی هست هم می نویسه هم شاعره. Somehow if I click wrongly I will lose this page then I have to wait till you go on the YouTube. ای خدا، چقدر خوشحالم که اینجوریه. پس شما به جای کلیک کردن یک قلم و یک کاغذ لازم داری، عین سر کلاس، عین توی جلسه‌ای که یکی سخنرانی میکنه میشینی، اگه اون چیزی میگه هی زر و زر دستمونو بالا نمیکنیم بپرسیم. آخر کار میگه کسی سوالی داره، شما دست بلند میکنی سوال میکنی. من قولت میدم خیلی از سوالایی که در حین برنامه داری وقتی برنامه اجرا میشه، گفته میشه، تموم میشه، به سوالات شما پاسخ داده شده و خودتون جوابتون رو گرفتید. الان شما نگاه کنید، اگر روی این صفحه سوربی که 5000 نفر هست، اگر 14 نفر دارن نگاه میکنن، این شده رو 15 نفر، این 15 نفر هر کدومشون به اندازه شما پیام بنویسه، خود شما جیغ نمیزنی؟ خود شما به اونا فوش نمیدی؟ ای کاش میذاشت فیسبوک که ما این رو هم، یوتیوب میذاره، یوتیوب میذاره شما این چت بغل رو ببندی. یا کی هست میگه شما وقت صحبت میکنه؟ جاد جودی وقت صحبت میکنه، یه کسی اگر شروع میکنه روی حرفای اون حرف زدن بهش میگه ببین تو که روی حرفای من نمیتونه حرف بزنی، چون کلید همه این میکروفونا دست اینا و اونا صدای شما رو میبندن. ای کاش که اینم میشد که ما در حین برنامه 40 دقیقه 45 دقیقه یه ساعت یه ساعت و نیم قشنگ این کامنت و مامنت و نظر و سوال و اینا رو تعطیل کنیم، بعد بیایم چی کنیم. ما اینو باز گذاشتیم، اگه صدا رفت مثل الان که آقای شبستری از یوتیوب میگه سوربی صدا نیست، به ما خبر بدی که صدا نیست. اینم نه اگه کامپیوترت از اون اتاق آوردی این اتاق، یه چیزیش جابجا شده، به جایی که اول خاموش روشنش کنی، مودمتو راوترتو چک کنی، فوری به ما بگی. اون روز دیدم خانم بدری همدیار همی پرسه آقا شما نیستی کجا هستی؟ میگم والله ما اینجا هستیم. اونی که دوست داره داره به به و چه چه میکنه، اونی که بدش میاد داره به ما فوش میده، اونی که سوال داره داره سوال میکنه. چه جوری شما ما رو نمیبینی؟ پس سوال این میشه که خانم بدری همدیار شما کجا هستی که ما رو نمیبینی؟ شما اگه بری یه جایی اینترنت نداشته باشی، صفحه فیسبوک باز میشه چون تو کامپیوترت هست، صفحات قبلی باز میشن، باید ریفرش کنی. تو ریفرش هست که میزنه میگه اینترنتت قطعه، میزنه میگه که مثلا این صفحه کهنه است، باید صفحه نو بشه. یاد بگیریم هر روز یه انقدی یه چیزی یاد بگیریم. خب لیلا خانم لطف کن این چیزایی که نوشتی خودت یکی یکی پاکشون کن تا دوستان دیگه بتونن اگر سوالی دارن اینها، اونم در هر برنامه یک سوال، ماکسیموم دو سوال. من که اینجا توضیح المسائل، برنامه توضیح المسائل ندارم، این مدرسه نمیدونم موشها، اون یکی میاد آقا دو دوتا میشه چند تا اون. بعد از 20 سال دیگه همه اونم بلدیم روی اینترنت چجوری از گوگل جواب بگیریم، چجوری از اون. نه آقای محمد عزیز،
از ایران. من خیلی آدم بد اخلاقی هستم و امروز میکروفونمون که خراب شد، قطع شد، هیچ شما هم که من دیدم پیرنم اصلا اونجوری سر وضع تو اینها، بذار یه روز دیگه، اون روز قبلش هم برنامه میذاریم برات، یه ویدیو هم میفرستم که ویدیو باید اینجوری باشه، شما نور رو تنظیم کنی و اینها، یکم برای کاری که میخوای انجام بدی ارزش قائل شو، تا دوستان بیننده هم ارزش قائل شو. همین که بنده امروز آمدم فکل و کراوات نشستم اینجا، من به خاطری که دوتا مهمون دارم، یکی شما هستی، یکیش آقای شبستری هست، من احترام گذاشتم، روز دیگه باشه با یه پیرن میام. پس به هم احترام بذاریم تا دیگرانم به ما احترام بذارن. یه روز دیگه با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون. دیگه people have to express، نه عزیز من، نه خانم لیلا، شما اینا رو غلط فهمیدی. people have to express، من میرم سینما، زورا میرم که ارزونه $7 بدم، موامم سینیور سیتیزنم، بعد میخوام express myself، وقتی که مثلا یه اتفاقی میفته من خیلی داد بیداد کنم. اینجوری نیست که، یا میخوام آزادم دیگه، میخوام بگم آو یا آتش آتش آو الله اکبر. پس we don't have to express ourselves. express ourselves دوستان یعنی نظرمون رو اعلام کنیم. یه نفر هست برای من وقتی ایمیل میفرسه مینسه من مسلمان نیستم، نه من مسلمان نیستم، منم برایش مینسم نه من الاغ نیستم، نه من خرگوش نیستم، نه من زرافه نیستم، نه من فیل نیستم، نه من... شما اگه اینجوری میکنی باید تمام چیزایی که نیستی بنویسی من نیستم. برایش یه روز نوشتم الاغ، شما بنویس چی هستی، برای که به مردم بگی چی هستی چی هستی. انسان بعد از این همه سال آمده با اسم، با فامیل، اسم و فامیل که میگه طرف میفهمه این الاغ نیست، زرافه نیست، نمیدونم خرس نیست، خوک نیست. کارمون خرابه، نه یه جا، نه دو جا، هزار جا. خیلی ممنون. Have fun with your show. Thank you very much. لیلا خانم حتما قهر کردی. خب امیدوارم قهر نکنی، وایستی تحمل کنی، یه چیزایی یاد بگیری. قهر کنی چیزی یاد نمیگی. خب منم برای این دوستم می‌نویسم some other time. دوست عزیز، من کسی که میخواد برنامه بگیره پول میده، از قبل پولشو میفرسه، من پولی که گرفتم بعد باهاش وقت میذارم، نوبت میذارم. شما تو ایرانی، یه جوونی هستی، ما نه پولی ازت خواستیم، آمدیم گفتیم بذار میکروفون ما در اختیار اینم باشه تا این بیاد در رابطه با ایران و ایرانی و جوون و اینها صحبت کنه. یه چند تا از نوشته‌هاتو خوندم، دیدم نوشته‌هایی که می‌نویسی خیلی جالبه. مثلا برای دیگران نوشتید که لزوماً همه این بی احترامی و اینها نتیجهش مخالفت با دولت نیست، نتیجهش اینه که داریم خودمون رو خراب می‌کنیم. خب من اینا رو دیدم، از شما خوشم اومد، از نوشته‌هات و اینها، گفتم به این جوون یک حالی بدیم به قول دوستان. خیلی ممنون. خب و اما مشاهده کردم شما این از این تقسیم غنایم جنگ نرفته. یه دوستی دارم، این چند مدت در هندوستان بود، خیلی هم به من گفت آقا من تو هستم نرفتم کانادا، بلند شو بیا هندوستان. معلم موزیک، آدم هنرمندیه. ما هم هی پرسیدیم چجوری خرج، چجوری اینا، میخواستم واقعا برم، چون هندوستان و مراکش اینا توی لیست من هستن که برم. تا اینکه یه دفعه گفت خسته شدم از هندوستان، کار کانادا درست نشده، میخوام برم ایران. ما بهش گفتیم آقا دیوونه هستی میخوای بری ایران؟ بعد دیدیم حالا ببخشید، خب بالاخره ایران خونه خاله هست، خونه مادر، خونه پدر، دوستان میبینی، هندوستانی بنده خدا با این همه گدامدا چیکار کنه دیگه. ما خفه شدیم، ایشون هم رفت ایران. ایران هم که رفت دیدیم بعد عکس میفرسته، دوستان قدیم رو پیدا کردن تو کافی شاپا، کافی گلسه و فلان و اینا. حالا اینا همین هایی هم که میگن کنار خیابون بچه ها دارن از گرسنگی میمیرن، کنار خیابون زنا دارن تنفروشی میکنن، کنار خیابون مردا فاحشه دارن، ولی خودشون کافه گلسه و دوستان و موزیک و جشن و پارتی و عکس و اینا بجاست. ملت اینا میگن هیپوکران، یعنی دو چهره، یه چیزی میگیم
یک کار دیگه انجام میدی، درست مثل ترامپ. خب اون روز برای من نوشته بود که آقای سوربی، این حکومت که متزلزل شده و داره میریزه، اگه بریزه شما چی؟ شما چی کار خواهید کرد؟ گفتم که این دومین نفری هستی که امروز این سوال کردی. البته خب شما مؤدبی، منم سعی کنم مؤدب باهات صحبت کنم. نفر اولی الاغ و کرخر بود، منم همون اون ارعه کردم، یه چوب برش پرت کردم رفت. بهش گفتم ببین عزیز من، من یه دبیر ساده بودم، یه دبیر ساده توی حکومت شاه مجانی معلمی کردم. اوائل انقلاب ما داشتیم رسمی می شدیم که خورد به انقلاب، یه دو سه ماه هم طول کشید و استخدام رسمی شدیم. 5 سال هم با اینا وایسادیم، دیدیم نمیشه کار کنیم، بلند شدیم مهاجرت کردیم. یعنی میشه گفت، اونایی که ترکن میدونن پخ یعنی چی، میشه گفت بنده در حکومت پادشاهی پخی نبودم، یه دبیر ساده. در حکومت شیخ هیجان زده نشدم بشم آقای سازگارا، بشم آقای نمیدونم سروش، بشم آقای گنجی، اونجام پخی نبودم. اینجام که اومدم پخی نیستم. به زبون ساده میشه بگه من همون آقایی که بودم هنوزم هستم، ولی اونایی که پخی بودن در رژیم شاه، در رژیم شیخ آویزون شدن به بیزه های شیخ و پختر شدن، نه پخته ترا، پختر شدن. اونا احتمالا برای حکومت بعدی هم یه برنامه ریختن و آماده. اتفاقا این سوالو از آقای زرابی پرسیدم، گفتم آقای زرابی، شما که آمریکا اشکال داشتی رفتی آلمان، آلمان هم راضی نیستی چندان، منتظری که ایران حکومت عوض بشه، امشب حکومت عوض شد، شما فردا صبح میری اونجا؟ نوشته نه آقا، من صبر میکنم ببینم چی میاد، صبر میکنم ببینم چی کار میکنه. دوستان توجه کنید، توجه کنید و متوجه باشید که اینایی که میگن جانم فدای ایران، اینا مثل خمینی و سازگارا و قدزاده و بنی صدر و یزدی و اینا نیستن بلندشن قبل از ماجرا برن تو جنگ شرکت کنن و غنایم رو بگیرن. اینا از راه دور وایسادن بدون جنگ سر غنایم دعواشونه، یعنی به جایی که با هم باشن برن جلو، فعلا دارن با هم می جنگن. بعد به دیگران هم توهین، تهمت، تهدید، بذار حالا ما پیروز بشیم پدرتو در میارن. یعنی خمینی و اینها که آمدن با سیاست، با حرفای مهربانانه صحبت کردن، شاه کشت ما میایم آباد میکنیم، شاه پول نداد به شما ما میایم پول نفت، آب، برق، گاز، گوز بهتون میدیم، این احمقا اینم یاد نگرفتن. من نشستم تو آمریکا، طرف منو تهدید میکنه. کیه طرف؟ خلبانیه. عکسش هم تو فیسبوک بود، حالا چون دیگه مسئله دادگاه بود و اینا، گفتم ولش کن بدبخت بره دنبال کارش. منو تهدید میکنه. اون کجا زندگی میکنه؟ الکساندریا. من کجا زندگی میکنم؟ فیرفاکس. که من میتونم برم اداره پلیس بگم این منو تهدید کرده، مثلا بهش میگن دیگه دوربر سوربی پیدا نشه. یعنی من زندگی اینو یه جوری مختل میکنم، هر جا من باشم اون تا دید منم باید برتش، نمیتونه وایسه، ولی من شکایت میکنم میگم این اومده اینجا مزاحم من بشه. دوست عزیز، اول ببین جنگجو هستی یا نه، دوم ببین جنگی هست یا نه، سوم اگر جنگجو بودی و جنگی بود و شما رفتی و پیروز شدی، غنایم برای خودت. من به این دوستی که از هندوستان رفته گفتم آقا سهم ایران، من چون وطن فروشم، وطنم رو گذاشته بودم برای فروش و دنبال یک وطن خر میگشتم که تا امروز پیدا نشد. حالا شما بدونی که وطن خر باشی، ما این سهم وطن رو به شما مجانی میدیم. نه فقط اون، شماها هم میتونید هر جا یه حکومتی اومد که گوه آقا 80 میلیون دلار این ماه ما پول درآوردیم، اینم 1 دلار سهم شما، شما سهم منم ازش بگی،
به بو سوربی هم گفته سهم یه دلار منو بدین به من، بدید برای شما، من نخواستم. ما 62 سال عمر کردیم. من از 11 سالگی با وجودی که دانش آموز خوبی هم بودم کار کردم، درس خوندم، کار کردم، درس دادم، کار کردم، درس دادم، رانندگی کردم، پول درآوردم، تا اینجا رسیدم، از زندگیم هم راضی هستم. شما برو مبارکت باشه. این شما، این ایران، این آزادی، این اقتصاد، این نمیدونم دموکراسی، مبارک. روز دوشنبه خیلی ممنون خانم لیلا بگلو، سلام و خسته نباشید آقای سوربی، شما هم خسته نباشید، خیلی ممنون. بله، روز دوشنبه ما وقتی با آقای منتظری صحبت کردیم، آقای منتظری یه دفعه گفت میبودی گفته زمان شاه یه دلار یه پیکان. من گفتم منم اینو شنیدم ولی فکر کنم این توپق زد، اشتباهی چیزی کرد نگفتم. حالا که شما میگی چرا اینجوری گفته، بعد از برنامه هم خودم متوجه شدم، پیغام گذاشتم برای همه آقای مرتضوی، هم پتیک برای من نوشت آقا میبودی منظورش این بوده که دلاری که الان شده 12,000 تومان شده 15,000 تومان، با این پول اون موقع میشده چکار کنه؟ یه پیکان بخره. خب آقای میبودی قبلترش هم مثلا با 10 شایی یه خونه کرایه میکردن، با 5,000 یه زمین میخریدن 5 قران، با 1 تومان یه دهی میخریدن. مرد حسابی، این مقایسه های الکی چه دردی رو از تو دوا میکنه، چه دردی رو از این ملت بیچاره بدبخت ما دوا میکنه؟ ملتی که میاد تلویزیون نگاه میکنه میگه آقا من هیچ یاد نگرفتم. میگم مگه شما اومده بودی یاد بگیری؟ اگه گفت بله، میگم خب اومده بودی چی یاد بگیری؟ اومده بودی تاریخ یاد بگیری، اومدی جغرافی یاد بگیری، اومدی ریاضی یاد بگیری، اومدی برق یاد بگیری، اومدی الکترونیک یاد بگیری. شما دیده بودید بعضی وقتا تو هنرستان یا تو دانشگاه که میرفتی بالاتر، دیگه مثل دبستان نبود، بعضی وقتا شما کلاست رو عوض میکردی، توی این سالن میومدی میرفتی دنبال معلمت سر فلان کلاس، بعد در که باز میکردی یه نگاه میکردی میفهمی تو کلاس اشتباهی اومدی. سالها پیش من نشسته بودم با این بهبانی معتاد برنامه داشتم، سر همین برنامه آقای مصباح بود، آقای مصباح حمایت یاد داره، خلاصه یه خانمی زنگ زد گفت آقا من الان 2 ساعت دارم برنامه نگاه میکنم هیچی یاد نگرفتم. گفتم خانم شما یاد گرفتی؟ اصرار که نه من یاد نگرفتم. گفتم خانم صبر کن، من معلمم بودم میفهمم کی یاد گرفته کی یاد نگرفته، کی تجدید شده کی مردود شده، کی دوباره باید بیاد. گفتم شما امروز یاد گرفتی که از برنامه‌های سوربی چیزی یاد نمیگیری، باید ممنون باشی از سوربی دیگه، تا سوربی رو دیدی وقت تلف نمیکنی، میری برنامه بیوانی معتاد یاد میگیری که بشینی برات یه شعری بخونه که تو تنها درخت بودی، تو یه تنها و به تنهایی میخوایی فلان باشی، درخت اون نیست که سایه بفکنه. یه آدم معتادی که زندگی خودشو نتونسته تأمین کنه، آدم موفقی نبوده، به دیگران میگه چه کار کنه. شما برو سر اون کلاس، دعوا نداریم با هم. آقای زرابی عزیز، سوربی برنامه خودشو میذاره که نظرات خودش رو بگه، لزومن هم نمیخواد به دیگران منتقل کنه. اگه کسی آمد مثل اون آقای اشرفی بود کی بود که آقا من با شما هم نظرم، لازم هم نیست تو همه قسمت ها، بعضی ها نوشتن آقا من 100% با شما موافقم، میگم با اینجوری 100% قدر مطلق نگید، کجا میشه 100%؟ زن و مرد 100%، زن و شوهر، آقا و خانم، همسر 100% با هم موافق نیستن. او امشب حواس خورش بادنجون میکنه و امشب میگه میخوام سوپ بخورم، اون میگه من هم نون پنیر میخورم سالمتره، او یکی میگه ما شما میگی 100% من با شما موافقم، بگید من در این قسمت با شما موافقم. بفرمایید، اینم از این ماجرا و بریم کار تو لیسن. اگه یه جایی هستی خواستید، البته نمیدونم اون برنامه حالا کار میکنه یا نه، امروز چون این میکروفونمون اینجوری شده، اگه خواستید از طریق تلفن صدای برنامه ما رو گوش کنید، شماره تلفن ما هست 605 475 58 82. این کجاست؟
این توی آمریکا این شماره تلفن، اگه از جای دیگه تماس میگیرید باید پیشکد آمریکا رو گرفته باشید. بذارید من این تلفن رو حاضر کنم برای آقای شبستری. بهشون گفتم میخوای با فیسبوک بیای یا با اسکایپ؟ گفت من چون قبلا اینها رو ست نکردم امروز بهتره با تلفن بیام، بعدن اگر قرار شد درباره چیزای دیگه ای صحبت کنیم و اینها، اون وقت میریم سراغ به اصطلاح فیسبوک یا میریم سراغ اسکایپ. من امروز با آقای فرزاد شبستری که قبلا هم برنامه هایی داشتن در تلویزیون مردم، و جالبه بعد از اینکه یوتیوب اون قسمت هایی که خودشون میتونن فیلم بگیرن و بذارن اینها، این دوستان به این نتیجه رسیدن که خب خودم فیلم میگیرم میذارم اونجا، متوجه نیستن حتی تو راه رفتن، حتی تو ورزش، میگی شما باید یه پل دوست، یه دوستی داشته باشی که اگرم امروز خستت شد حوصلت نیست، بگی که الان سربی میاد دم در، من باید برم با اون را برم. اونم اگه امروز خسته شه میگه اگه من نرم سربی منتظرمه. این بود که آقای شبستری ماهی یه بار اینجا برنامه داشت، یک ماه یه بار این دو ساعت برنامه مقیدش میکرد که برنامه براش به اصطلاح اینجا میگن متریال، یعنی مثل آبگوش که شما میخوای درست کنی باید وسائلش رو داشته باشی. که یه جوکی هم راجع بهتون بگم، یه جا رفته بودم این دوست ما داشت کباب درست میکرد، یه خانمی آمد وایساد نگاه کرد و این از پشت شیشه که این کباب رو سیخ میکرد، این خانمه بهش بعض وقتا آدم یه چیزایی میگه بدونی که هیچ منظوری داشته باشه، این خانمه بهش گفت که آقا شما چقدر خوب سیخ میکنی، شوهر من هر وقت سیخ میکنه میفته. این دوست ما هم آدم شوخی هست، حالا نمیدونم واقعا اینم منظوری داشت یا همین جوری گفت دیگه، میدونی اون گفت اینم گفت، گفت خانم باید مساله خوب باشه که آدم بتونه خوب سیخ کنه. حالا شما اگه مثل من فکرتون پلیده، خب این جوکر رو اینجوری گوش میکنی، اگه آدم صاف و صادق و خوبی هستی رو همون گوشت و سیخ و کباب و اینها باقی میمونی. خب میبینم که خانم بیگلو داره میخنده، شما بیگلو هستین یا بیگلو؟ بله این ماجرای لو، اینها یه سریشون کردن یه سریشون فکر کنم ترک هم دارین که فامیلشون لوه، نه اینا هم مشکلاتی داشتن، نمیشونم دوان لو، نمیدونم قصان لو، اینا طرف های شمال و کردستان و اینها، و یه سریشون هم تبعیدشون کرده بودن. دوستان این کلمه تبعید رو هی بی خود استفاده نکنید، نگید آخونده ما رو تبعید کردن، والا بلا اگه آخونده کسی رو تبعید میکردن مردم ایران تو نوبت وای میسادن تا آخونده تبعیدشون کنن به اروپا بیان کار نکنن، سوئد نمیدونن فلان بیسار آلمان حقوق بگیرن. من و شما مهاجرت کردیم، حالا اگر یه کسی هم فرار کرده بگی من فرار کردم، من فکر نمی کنم آخوند کسی رو تبعید کنه، آقا شما بلند شو برو آلمان زندگی کن. تبعید از تهران میفرستند بندر عباس، چرا؟ چون اون وقتا اونجا وسیله نبوده، تو همون زمان شاه هست که همه ساختمان ها پنج طبقه بود، کمتر نداشتیم و حلبی آباد نداشتیم و مقوا آباد نداشتیم، تبعید میکرد ملت رو یه شهر دیگه، یعنی توهین به اونایی که تو اون شهر بودن، یعنی شما انقدر بدبختید که خدا و طبیعت شما رو انداخته اینجا، این آقا چون به ما بد کرده دشمن آدم درستی نیست ما تبعیدش میکنیم بیاد اونجا زندگی کنه. تازه اینه که تبعید میکردن خوراکش حاضر بود، اتاقش حاضر بود، شام و صبحونه و نهارش حاضر بود، ولی اون بیچاره خودش باید تو بندر عباس کار میکرد خرج خودش و خونه و اینها رو در بیاره. آرش افشار عزیز، از امروز به من قول بده به این و اون نگی استاد، این کلمه استاد رو هم بی خود رایج کردن تو ایران. آقا استاد یعنی چی؟ استاد یعنی چی؟ یعنی یک کسی در یک کاری
انقدر خوب انجام بده که استاد شده باشه. همچین چیزی وجود نداره. شما هر قدم یک کاری رو خوب بری بالا، آخرش یک کمی دیگه از اون بهتر هست. پس کلمه استاد اصلا ور داریم. استاد اینجا اسکالر مثلا میگن کسایی هستن که توی چیزا کورسی دارن، درس میدن، فلان اینها. در اصل خیلی چیزای غلط داریم. بذارید من ببینم آقای فرزاد شبستری شماره تلفنش رو برای من اینجا نوشته. یک لحظه حالا با از تو این برم تو اون، از تو اون برم تو اون تا اینا رو پیدا کنم. ضمناً فایرفاکس اشکال داره با چی؟ با فیسبوک، چون دوتاشون افینگ هستن، با اف شروع میشن، اشکال داره و هر وقت چیزی مینویسین میپره. اگه اینجوره برید توی کجا؟ برید توی کروم یا برید توی اینترنت اکسپلورر. خب آقای شبستری قبلا فکر کنم شماره تلفنش تو برنامه ها میداد، ولی حالا ما چه کار داریم؟ هر کسی بخواد، چون دیدم توی فیسبوک هم وقتی چیزایی می‌نویسه شماره تلفنش هست. ضمناً آقای فرزاد شبستری ریلتور هستن، یعنی اگه خواستید خونه‌ای بخرید، خونه‌ای بفروشید. اجازه بدید من این سلام استاد رو پاک کنم چون اعصابمو داره خراب میکنه، ببخشید. من آقا استاد نیستم. اون وقتا تو هنرستان یه سری هنرآموز استخدام کردن، به اینا میگفتن استاد. دلیلش این بود که مثلا آقای چاوشی استاد ریختگری بود، یعنی حقیقتا روشون نمیشد بگن این دیپلم نداره، فوق دیپلم نداره، لیسانس نداره، بعد بهش میگفتن استاد. من هیچ وقت از اینا سوال نکردم. تو کارت استخدامتونم مینویسه استاد. یکی بود استاد مکانیک بود، یا حسین آقای بود، آقای چاوشی استاد ریختگری بود، یکی بود استاد نجاری بود، و کارت ما نوشته بود هنرآموز، و توی هنرستان به دانش آموز میگفتن هنرجو، یعنی اون آمده به دنبال جستجو و جوییدن هنر. ما هم اونجا وایسادیم، هنری رو بلدیم، بخوام به این آموزش بدیم. اینه که من میگم مثلا کلمه دانشجو درسته ولی دانش آموز غلطه به نظر من. ما همه از روز اول دانشجو باید باشیم، مثل اینجا student، از روز اولی که میری استیودنتی تا، ولی اونجا دانش آموز بودیم، بعد یه دم میشیم دانشجو. دانش آموز یعنی کسی که دانشو به یکی دیگه یاد میده. کلمه غلطه، اشکال زیاد داریم، درست میشه. ساعت 2:58 است. شماره تلفن آقای شبستری رو گرفتم، بریم یک 5 دقیقه با ایشون صحبت کنیم و جو برنامه رو ببریم تو این برنامه‌ای که جمعه شب، اتفاقا امشب هم یه برنامه دارم، یه خانواده از یزد میخواست چیز کنه، من گفتم بلیت بخرم برم، دیدم ماشاءالله سولد آوت شده. من نمیدونم این سالونی که اینا دارن یا میرن چند نفر گنجایش داره، ولی خیلی خوشحالم که میبینم برنامه ها سولد آوت میشه. به دو دلیل، نشون میده ایرانی ها خیلی مرتب شدن، مثل قدیم نیست که اونی که درست میکنه با دلهوره بشینه ندونه چند نفر میان، بعد اونی هم که میخواد بره حالا بگه وایسیم، حالا شاید پدرمون امشب فوت شد وایسیم. اتفاقا من با یه دوست صحبت میکردم، گفتم جمعه میرم اونجا، گفت آقا یه بلیتم برای من بخرم، ما مادرم مریضه، خدا کنه تا اون روز فوت نکنه، ولی اگه فوتم کرد من به اصطلاح اون پول بلیتو به شما میدم. گفتم ای بابا کل ماجرا $10، $10، و از روی اینترنت هم میتونید خریداری کنید، من صفحه اینا رو بهتون نشون میدم. 202 دام 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 دام. ببینیم حالا امروز از این طریق تلفن ما وصل میشه یا نه. فون تو کال، بله، هنگ اوت، کانکت. والا این گوگل وایس اون وقتا تقی میزدی وصل میشد. حالا هنگ اوت، هنگ داون، هنگ اپ، چکین، یور کال ایز فری. خب خدا عمرتون بده، صدقه سرتون به ما هم فری کار میده. اوکی، ببینیم زنگ میخوره یا مثل اون روز وصل نمیشه. عجب زنگی هم
میگفت زنگ زدم برای که صدای تلفن ها مثل زنگ. سلام آقای شبستری عزیز، خیلی خوشحالم. اجازه بده من یه تبریک بسیار خوبی رو خدمتتون تقدیم بکنم، چون برنامه‌تون رو من خیلی مشتاقم همیشه نگاه کنم. من نکته‌های بسیار خوب و ارزشمند دارم همیشه شما در میان میذارید. یکی همین در وقت بودن شماست که این اصلا بیتابانه منتظر بودم که شما سر ساعت زنگ بزنید به همون قراری که داشتیم، و اینو خدمتتون تبریک بگم، چون من همیشه هم با شما هم با دوستان دیگه مثل محمد علی و دیگه دوستان که حالا احتیاجی به بردن اسامی نیستش، توی لغتنامه من سر وقت بودن یعنی احترام به طرف مقابل گذاشتن، و از اون بهتر احترام به خود گذاشتن. پس از شما خیلی تشکر میکنم که هم به خودتون احترام گذاشتید هم به من، و سر وقت داریم این برنامه رو شروع میکنم. من ممنونم از شما. اگر اجازم بدید من یک این اینتروداکشن یا یک پیش گفتاری داشته باشم در رابطه با خودم، اگر دوستان آشنایی ندارن در آشنایی سریع هم بتونم یه مقدار بگم من کیم و چی کار میکنم و چی کارا کردم و چرا امروز در خدمت شما. و دومین تشکر من از این محبتی که شما گفتید بیا و راجب این برنامه که در شهر داره اتفاق میفته در خدمتتون باشم و توضیحات بیشتری بدم در خدمتتونم. بفرمایید. دوستان عزیز، منم از آقای فرزاد شبستری ممنونم که ببینید وقتی شما با یه سری دوست میگردی، میچرخی، باشون رفت آمد میکنی، خواناخواه یه سری از اونا یاد میگیری. ما هم از اینا یاد گرفتیم. من هر وقت قرار داشتم با آقای شبستری امکان نداره که 10 دقیقه 15 دقیقه زودتر پیداش نشده باشه، نیومده باشه، حتی میگه بیام حالا زودتر میام با هم یکم هم صحبت میکنیم. منم از شما ممنونم. خب من ساکت میشم، شما در باره فرزاد شبستری که کم و بیش همه میشناسن، ولی رسم اینه که یکی میاد مهمون برنامه میشه به اصطلاح یه توضیح کوتاهی بدن. دوستان عزیز، آقای فرزاد شبستری، این هم عکسشون. من ساکت میشم. بفرم. با تشکر از شما، من این گفتاری که بین من و شما اتفاق خواهد افتاد در رابطه با شب دورهمی در پارس پلیس هستش، ولی همونطوری که خدمتتون عرض کردم من نیازی چیزی دیدم شاید بتونم بگم که من کی هستم. دوستانی شاید آشنا نباشم، در شاید آشنایی بیشتری براشون پیش در شاید. من از سال 85 در محوطه واشنگتن متروپولیتن مریلند ویرجینیا و واشنگتن دی سی زندگی میکنم، و از سال 1990 فعالیت های اجتماعی فرهنگی گذاشتن برگزار کردن جشن های مثل نوروز، مهرگان، همینطور کنسرت هایی که چه ایرانی بوده چه جیبستون در وولف ترپ و اونجه ها با پروموت می کردیم، گرد همایی هایی رو انجام می دادیم، و همینطور اگر خود شما مثل که یه بسه گفتی که اولین بار من در یک پیکنیکی که قبل از اینکه خانه ایران در واشنگتن یا ویرجینیا بیارش اونجا مثل این که من دیده بود. بله تو بلک هیل پارک. بله قبل از اینکه اصلا خانه ایران بیاد و اونجا به صورت من فیدبک دارم جناب سوروی، ولی من توجهم ارزم به حضورتون بعدش هم که در سال 2000 رادیوی محلی رو اینجا داشتیم، رادیو صدای آشنا، که اونجا هم استقبال بسیار خوبی شد با دوستان عزیزی مثل جناب محمد علی، خود شما و عزیزان دیگه ای که توی تلویزیون شما کار میگردید، ما تو رادیو بودیم و من و آنی و باوک بودیم که اینو راه انداخته بودیم. خواستم کوچیک خبرتون بگم که این شوق و هیجانی که من دارم این پدیده‌ای که درون بنده است از دیرباز هست. من خودم رو تقریبا میتونم بگم که من کنشگر اجتماعی خودم رو میشناسم،
اینو خود خدمتتون عرض کرده باشم. ولی از نظر اینکه در جامعه من چه جایی، مثلا من یادم میاد عضو خانه ایران بودم، انجمن متخصصین ایران بودم و از سال 1990 تا کنون میشه 28 سال من عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران هستم، که واقعا این کانون دوستداران فرهنگ ایران که الان موضوع بحث ما نیست، ولی خواستم اینم در حاشیه گفته باشم که 36 ساله که به طور مداوم و مکرر و هر هفته دوشنبه ها، البته وقت پیش میاد یا اینکه تعطیلات مدرسه هست یا اینکه، ولی یک مجموعه بسیار آموزنده ای لااقل برای من بوده و همیشه هم استقبال میکنم، همیشه هم ابراز میکنم که روی صندلی کانون که من نشستم بسیار یاد گرفتم و ازشون از کل کانون تشکر میکنم. و یکی از دیرینه ترین انجمن های فرهنگی و کارهای ایران رو انجام میده یا در رابطه با جامعه ایرانی انجام میده، من فکر میکنم یکی از قدیمی ترین باشه و خیلی هم بهشون تبریک میگم که تا کنون نگه داشته و امیدوارم داستان دراز در خدمت ایرانیان ناحیه واشنگتن متروپولیتن باشه. من هم اگر کاری از دستم بیاد در خدمتشون هستم. الان هم عضو کمیته سخنرانی هستم که یا هر جای دیگه که کاری از دستم برمیاد و بتونم خدمتی بکنم انجام میدم. جزء انجمنها و کانونهای دیگه که من توی ناحیه ویرجینیا من اینا رو باهاشون آشنایی دارم، یکی دو تاشون رو خدمتتون عرض میکنم. همین ایرانیان امریکن کامیونیتی سنتر هستش که اون کوتاه شدهش میشه IACC. دقیق میفرمایید، من حالا تکرار میکنم اگه نیاز بود. دومی ایرانیان کالچورال اسوسییشن هستش که همین کانون دوستداران فرهنگ ایران هستش و امید فاندیشن هستش بیتی چپتر، چون امید فاندیشن چپتر یا نواحی مختلف جهان برنامه دارن. و دیگری ایرانیان امریکن وومن فاندیشن هستش که اینا رو کماکان باهاشون در باهاشون همکاری دارن، ولی این خارج از خود اون کار من هستش، شغل من. الان هم خواستم ازتون عذرخواهی بکنم اگه تلفنی دریافت کردم یا پیش صدا شنیدی، عذر میخوام ازتون بخاطر اینکه سری کارم، اگه تلفنی دیدش البته جواب نخواهم داد ولی مزاحمتون نشم پیشا پیش گفته باشم. به هر ترتیب این جزء داستانیه. من شغل من هم همونطوری که شما هم به پیشت کردید، خیلی هم ازتون ممنونم. البته اینجا کار آگهی دادن راجبه کار من نیست، ولی بدونه که شغل من کنشگر اجتماعی نیستم. دیدید از اینه که میرن کارهای سیاسی میکنن، هیچ ما نمیگیم درآمده از کجا، زندگی چی میگذره، میگه من پژوهشگرم، نه من کنشگر اجتماعی هستم، ولی کار من خرید و فروش املاک در ویرجینیا، میلند، دی سی هستش و بدین ترتیب روزگارم هم میگذره. حالا اگر اجازه بدید بریم سر مطلب واقعا ما میخواستیم راجبش صحبت بکنم. ازتون خیلی عذر میخوام، ممنونم از این که به این وقت دادید. یه مقدار راجب خودم گفته باشم که دستتون بیاد. اگر سوالی در رابطه با پارس پلیس دارید، ایرانیان امریکن کامیونیتی سنتر دارید و این ارگانیزیشن میخواد بدونید چند وقت کار میکنه، ولی باید ابتدا به خدمتتون عرض بکنم من سخنگوی اینجا نیستم، من سخنگوی این ارگانیزیشن نیستم، من یک داوطلبم و بیشتر وقتی که شما سوال بکنید من بیشتر توضیح خواهم داد. نمیخوام همش خودم صحبت بکنم. بفرمایید سوالی داشتید در خدمت. خیلی ممنون. همین که گفتید IACC، دوستان خودشون بعد روی وبسایت میرن، دیدم خیلی مرتب به اصطلاح میشه گفت که این روش آمریکایی توضیح میدن که ما کی هستیم، هدفمون چیه، کجا هستیم، چگونه با ما تماس بگیرید و چه کسایی الان بورد آف دیرکتور یا هیئت امنا هستن
و جمعه هم امشب هم که یه برنامه بود، من رفتم نگاه کردم دیدم بلیتاش فروش رفته. اینا رو چرا یه جا میگیم IACC یه جا میگیم پارس پلیس؟ خیلی جالبه. من یه بار دیگه متذکر میشم که من سخنگوی این، من فقط یک داوطلبم که اینها منو خیلی دوست دارم، منو خیلی دوستشون دارم، مثل همه جوامع ایرانی که در این ناحیه هستش. ارزم به حضورتون IACC یا Iranian American Community Center اسم ارگانیزیشن. بعد اینا محبتهی دارن، جایی رو اجاره کردن، اصلا تشریف میرد جمعه در خدمت خواهیم بود که این من والنتیر این شب هم. حالا بهتونم توضیح میدم یعنی چی. پس بنابراین پارس پلی مکان این ایرانیان امریکن کامیونیتی سنتر هستش، یا نمیدونم به فارسی چی میشه. حالا فعلا با همین کفایت بزنیم تا بگردیم ببینید اگه شما به ذهن رسید میشه مرکز ایرانیان بله میشه مرکز ایرانیان آمریکایی یا آمریکایی ایرانی نسب. بله آره میتونید اینو بگید. پس پارس پلیس میشه مکان که در خدمت اون این اکانه. خیلی ممنون از توضیحتون. شما قسمت اختصار خدمتتون بگم راجع به این انجمن. بگید. گفتم من سخنگوشون نیستم ولی اطلاعاتی رو که دارم، چون من از دیرباز دارم با اینا همینطور اونا منو دوست دارم، منم اونا رو دوست دارم، این اشتیاق منو بیشتر میکنه که به هم اطلاعاتم بیشتر بود. در ضمن این انجمن یا این کامیونیتی سنتر اگر هر 6 ماه نباشه هر 1 سال بهش میگن که میان تمام زیر و زبر چقدر درآمد داشتن، اینو با ریزا، یعنی نه اینکه بخواهم اینطوری سرسری از روش رد بشن، که در باز اجتماع میتونه بیاد هم اعلام هم میکنن و اشخاصی که میخوان. یکی دیگه از چیزایی که خیلی جالب هستش در این مکان درست شده، خب مخارج خودشو داره، برای همین خاطر هستش که اشخاصی مثل من که درآمدی دنبال درآمدی نیستیم ولی دوست داریم این محبته رو، میایم و وارد مثلا همین شب جمعه میشیم که چگونه عمل میکنه. اشاره کردید که امشب هم یک برنامه هستش، برای این هم ابتکار یکی دیگه از والنتیر ها، یا بهش یعنی از ذهنم خاطر والنتیر میشه کسانی که داوطلب خواستم بگم چی سری لدا کن داوطلبین هستن که اینا عرضم به حضورتون به ابتکار ایشون بود، به استقبال بسیار بسیار خوبی شد، چون توش قضا هست به قول شما، میگه اگه قضا نباشه به درد نمیخوره. اصلا ماهیت این برنامه که مال امشب هست، چهارشنبه، فقط چیزه قضای محلیه و هر کس میادش یه قضای، هر یه والنتیر، یه بارم این قوره به نام من خورد، مثل که سومین والنتیر بودم که من اون موقع این قضایی هستش که با تخم مرغ و با گوجه فرنگی و بادم جون رو میرزا قاسمی، متعهد شدم که میرزا قاسمی که قضای شمالی هست خیلی هم خوب از اون در اومد. ولی دقت بکنید شما برای 40 نفر باید درست کنید نه 4 نفر، و پدرم در اومد ولی این اشتیاق من و اون که میخواستیم، بعد همه اینا رو خودمون میخریم، یعنی والنتیر شهر. حالا گفتی تو قضای یزدی میخوام برن، اون اشخاصی که خودشون والنتیر شدن میرن تمام محصولات رو میخرن، تمام مواد درست کردن درست میکنن و هم دارن میارن اونجا. پول که اونجا گرفته میشه که برای امشب 30 دلار هستش که سولدات شده، این مجموعه میمونه اونجا دست کسی نیستش، یعنی برای کسی نیستش، که این میره مخارج اونجا که چیز داره، یه اجاره بسیار سنگینی هم چون ترسکورنر جاشونه گرفته، ولی خوب برای هر جا ببری دیگه یه دم نمیاد، مخارج برق و آب، و یه نفر فقط اینا کارمند دارن، بقیه همه حتی اون اشخاصی که توی بورد آف دیرکتور هستن، اسم فارسیشی الان یادم، هیئت مدیره، هیئت امنا یا هیئت مدیره، هیئت امنا، بله هیئت اون اینا. ببین آقای شبستری،
ببین آقای شبستری، اتفاقا این که شما میگی یه نفرم اونجا حقوق میگیره، این پولا را اینجوری جمع میکنن میدن برای اجاره، ما یکی از اشکالایی که یکم عقب افتادیم تو این کارهای سازمانی و اینها همینه که تا یه جایی باز میشه طرف میاد میگه آقا امشب دیدی اینا مثلا یه ساندویچ میدادن 10 دلار، مکدونالد همین ساندویچ رو میده 2 دلار. این باید ما یاد بگیریم که این که 10 دلاره برای روزاییه که اونجا خالیه، برای روزاییه که اونجا جشن بچه ها میان، برای اونجایی که مدرسه میان، برای کلاس موزیک هست و اینها. و این بخشندگی و دست دلبازی رو حالا اگه بعضی از ایرانی ها بدشون نمیاد از آمریکایی ها یاد بگیرن. اصلا شما بیان امتحان کنید یه روز برید در یه فروشگاه وایسی، آمریکایی ها که میان میرن داخل بهشون یه سلام علیک کنید، بهشون بگید من اینقدر پول لازم دارم برای مثلا بچه های فلان، ببینید چقدر اینا بخشنده هستن، چقدر پول میدن، چقدر کمک میکنن. بله اینو ما باید یاد بگیم. بله میخوام بگم یعنی در ابتدا صحبتم خواستم خدمتتون عرض بکنم، پس بنابراین با محتوای این سنتر اینجا غذا فروشی نیست. بله بله. یا غذا خوری نیست، یا همچین مشخصاتی نداره، ولی کسانی که همیشه اونجا هستن کسانی هستن که داوطلبانه میان وقتشونو میذارن و اون سازمان اونجا رغبت اشخاصی که با آیدیای جدید، همونطوری که گفتم جلساتی دارن هر 6 ماه یا 1 سال که تشویق میکنن اگر شما آیدیایی دارید و خودتون میتونید اینو ببرید جلو یا میخواد چیکار بکنید اینو تشویق میکنن، چون میخوان هم اون سنتر حرکت بکنه، اون مرکز حرکت بکنه، همین که اجتماع ایرانی بیادش اونجا کارهای مختلف انجام بده. من خاطرم ازش موقعی هم که اینجا رو باز کرده بودن، خب دوستان عزیز قدیمی ما هستن، 10 سال در این راه دارن کار میکنن، 3 ساله که این مرکز رو باز کردن که از منم پشت دیدن، بالاخره ما هم نخوردیم دونه گردم دیدن از تو، همونطوری که خدمت میگفتم فعالیت شهریم چی بوده، از منم پرسیدن، گفتم یه شب رو اختصاص بدید به شب شعر و شراب. یه اتفاق افتاد خیلی هم جذاب بود و خیلی هم خانمی هم که اینو انجام میدم به صورت والنتیر، من اسامی اشخاص رو نمیارم، نمیدونم چه حالتی خواهد داشت، چون سخنگوی مجموعه نیستم، ولی خانمی که این مجموعه رو انجام میدن خیلی خوب انجام میدن و به استقبال بسیار خوبی روبرو میشه. دیگریش این شام امشب هست، شما هم داریم میریم، نفری 30 دلار میگیره یه غذا میخوریم محلی، اصلا مورد غذاش نیستش، مورد اینه که ما داریم میریم اونجا همدیگه رو میبینیم و کمک بکنیم اونجا. فرزاد جان اگه بخواد، نه سیاسی نه مذهبی نه کار خاصی رو انجام، اتفاقا یه رفتان به من اجازه دادن که اونجا سخنرانی داشته باشم. من فیلمشو پخش کردم اینجا. بله فیلمشو اینجا پخش کردم. آها بله خب خدمتتون تقدیم کردم، چون ما هیچ فیلمی رو از خودمون درست نمی‌کنیم مگه اینکه بیام خدمت شما. من 60 ویدیو دارم به یوتیوب زیر همین نام فرزاد شبستری که اگر با کمک شما نبود، همونطور که خودتونم گفتید، و اگر نمی‌مدیم اینو ببریم جلو، بالاخره شما هم اشتیاق برای من به وجود می‌آوردی، برام حرفایی داشتم، دوست داشتم با دیگران در میون. حالا از جاده خارج نشیم، برگردیم سر شب دوره همی. بله بذار آقای بله بله. شبستری یه چیزی که من توی این فلایر میبینم، یه دفعه یادم بله. سالها پیش یه نفر بنده خدا کنسرتی گذاشته بود، پولی داده بود و آگهی یک صفحه‌ای اون موقع هم نشریه ایرانی هم 2 هفته‌ای یه بار بود داده بود. بعد من اینو که گرفتم فوری زنگ زدم به آقای مختار، گفتم آقای مختار این نه محلشو نوشته نه شماره تلفن نوشته، وقت اون موقع هم همه چی رو تلفن میچرخید. به نظر من به این دوستان شما پیشنهاد کنین تو همین پوستر یا فلایر هم وبسایتشون رو بنویسن، هم راجع به این مثلا شب دوره همی. اولا این نوشته یکم اشکال داره، ببینید شما اجازه بدید من یه مقدار توضیح بدم، شاید اون اشکالات چون شاید قانع کننده باشه برای شما. اولا خیلی درست شما فرمودید، اون موقع ها تلفن خیلی باید زنگ میزد یا از این چیزا، الان سیستمی که در این رابطه هستش، شما همین فلایری رو که برداشتید اینو خود من تزیینش کردم و درستش کردم، خب بالاخره ما هم تو این کار یه
دو تا دو سه دفعه توس انداختیم. میدونم چه جوری با هر کجا چی رو بذاری که هم اشتیاق رو وجود بیاره، هم جلب توجه بکنه، هم به کامل باشه. این فلایری که شما برداشتید از اینجا از فیسبوک برداشتید، پس این اکثر کارهای همینطوری که میبینید اینا سولدات هستن. این برنامه دور همی هم دو سه دفعه سولدات شده، همینطور من هی اعلام میکنم میگم دوستان بخرید. ولی خوب بعضی وقتا هستش مثلا دوستان سرعت نمیخوام برم بگیرم، میذارن دقایق آخر. ولی علت این که در این فلایر دیزاین شده برای فیسبوک، پس شما روش کلیک میکنی، احتیاجی به تلفن، چون شاید اصلا تلفن جوابگوی خواسته شما نباشه و اونا هم رغبتی ندارن که بشینن توضیح بدن، میگه همه چی اونجا نوشته، تشریف بیارید $10 بدید. اونجوریه. دوم اینکه شما وقتی رو این کلیک میکنید یا در زمیر این شرکت میکنید، الان خریداری ها شده آنلاین و اتفاقا این لینک داره، من همه هر جا میذارم اینو، لینکش هم میذارم، میگم برید از آنلاین بخرید. مثلا اونجا الان 27 یا 26 تا دیگه بلیط باقی مانده، درست میگم؟ بله. علتش اینه من نگاه کردم 27 اینجا مثلا من میام میخوام اپتایزر بدم، گفتیم مثلا آش رشته میدیم، دفعه مثلا بستنی بود. آقا تو رو خدا فرزاد، اینقدر اسم خوراکی نیار. این موقع الان موقعیه که توی کالیفرنیا و اینا بنده خدا بعضی هنوز نهار نخوره. منم که اینجا میدونی من برنامه‌م اینجوریه که حالا علتی چه خواستم خدمتتون عرض بکنم. شما وقتی از آنلاین می‌خری، ما متوجه میشیم که چند نفر، این یک گیرهای مهمونی‌های ایرانیه. شما نمیدونی چند نفر آدم دارن میان. من رفتم شب‌های شهر، خانم فصیحیان با بسیار مجلل کار خودشون انجام میدن. یعنی تفلک بعضی وقتا مثلا برای میگه 50 نفر رفتن اونجا ها، 50 نفر، من میبینی 70 نفر اومده، من میام میگم آی بای ما این رو پول نمیم قضا نخوردیم. یا این که برعکس ایشون میره ارده برای 50 نفر، میده بسن 20 نفر میان یا 30 نفر. چون این اگر ما عادت اونطوری که شما هم گفتی، چون بعضی وقتا هستشون 10 دلار 20 دلار 30 دلار اصلا تو جیبه من که نمیره، اصلا من ربطی نداره، من میرم اونجا تازه در آواز میکنیم، اونجا رو درست میکنم، آشی میهیم درست میکنم، بستنی یا عدد بوله. من ببخشید توضیحات زیادی دارم میدم، میخوام تمام جوانه با خدمتون عرض کرده باشم. ولی به اختصار خدمتون عرض بکنم، همونطوری که شما هم استقبال کردید و تشریف میارید، ما هم خیلی خوشنود هستیم. امیدوارم این ناحیه واشنگتن دی سی یا جایی که ما هستیم، حالا هر کسی که هر جایی این برنامه رو میشنوه، بیان این گونه کارها رو انجام بدن، ایرانی ها دور هم جمع بشن. به قول شما باید حتما قضایی هم در کار باشه، ایرانی ها بدون قضا و شایده. اینقدر نگو بذار من برای مردم بگم چیه چی شد. وقتی دفن. من اینو دیدم، چون ساعتش نوشته بود از 7 تا 10:30، من با شما تماس گرفتم، گفتم فرزاد جون شامم میدن، دلیلش اینه که من مهمون دارم، خب باید برنامه رو بدونم و ضمن شکمو هم هستم و شما هم درست گفتی. واقعا اگه یه جایی باشه، خب نه شامی نه چیزی، بعضیا مخصوصا چون جمعه هست مستقیما از سر کار میان، باید بدونم. این یه نکته رو شما گفتی خیلی جالب بود، اینه که وقتی من به خودم احترام بذارم، بلیتمو از قبل بخرم، الانم که این امکانات درست شده رو آنلاین بدون هیچ تلفنی، شما زنگ میزنی پرداخت میکنی، اونم فوری میفهمه که امشب 30 نفر میان، امشب 33 نفر میان، میره برای مثلا 40 نفر خوراک تهیه میکنه، نه خوراک کم باشه نه بره برای 60 نفر بگیره بعد 30 نفر بیان. اینا رو ما از این وسایل در جهت راحت بودن، بهتر بودن این به اصطلاح گرده همایا استفاده کنیم. و اون قسمتی رو که من رفتم یه جایی سال نو، یکی از دوستان، اتفاقا من وقتی دیدم این دوره همیه، فکر کردم این دوره همی اون دوره همیه، بعد اون دوستمون گفت که هرچی من به دوستان خواهش کردم که آقا خانم شب سال نوه بلیتتون رو بخرید، بلیت نخریدن،
حالا از عصر یکی یکی هی زنگ میزنن میگن آقا ما میان، همه هم انتظار دارن، همه هم فکر میکنن نزدیکترین دوست شما هستن، میدونی؟ و این میشه که خدای نکرده بعضی از مهمونی ها نظم و ترتیبش از بین میره. حالا که شما اینجا هستی بذار من به شما به دوستان بگم، به غیر از این که من اولین بار شما را از اون سازمان، اسم اونم سازمانم پارس بود، یک کره هم رو سر اون مرده بود و اینها، و من بله بله من یادمه اومدم توی اون پارک و وقتی فهمیدم شما برگزار کننده اون هستی، من اصلا موقع هیچ کاری هم به رادیو تلویزیون نداشتم، از شما تشکر کردم که یه همچین برنامه گذاشتی که ما ایرانی ها اونجا همدیگر رو ببینیم. بذارید من به دوستان بگم بعضی وقتا دید و بازدید ما ایرانی ها در طی سال همین مهمونی هاییه که اینجوری گذارده میشه، همین کنسرت هاییه که برقرار میشه. و من همیشه گفتم اگه هستید برای 30 دلار، 40 دلار، 60 دلار، 50 دلار خسیس بازی در نیارید، برید، چون بعدن میلیون ها دلار پول دارید ولی نه پای رفتن دارید، نه خواننده هست که بیاد، نه فرزاد شبستری هست که بیاد والانتیر بشه. البته فرزاد ماشاءالله 100 سالش هم باشه تو این کارا همیشه بوده و هست و خواهد بود. ممنونم، جمعه هم شما رو میبینیم. من همین امروز وقتی با یه نفر صحبت کردم گفت که اگر یه کاری قراره ویدیویی انجام بدم، گفت که جمعه من اگه بشه ببینم. گفتم من جمعه و شنبه مهمون دارم در خدمت اون دوستمون و جمعه اون ساعتی هم که شما میگی ما داریم میریم این مهمونی. گفت اتفاقا منم میخوام برم ولی نمیدونم کجا بلیت بخرم، بلیت چه باید از فروشگاه ها بگیرم؟ گفتم نه این دیگه فروشگاه ها به اصطلاح برچیده شده، این هنوز هستن برای افرادی که میخوام، ولی اینایی که با فیسبوک و اینترنت و اینها در رابطه هستن از این وسایل جدید استفاده میکنن. بعضی هاش یه مبلغی هم باید بابتش بدن، مثلا با پیپل اکانت میکنن یه فی میگیره، بعضی هاش وقتی نان پرافیت باشن اونا هم بهشون حال میدن، تخفیف میدن. و من به نوبه خودم از شما که چند ساله، من واقعا 25-6 ساله من شما رو میبینم این کارا رو انجام میدی، شادم از همه 85 هم بودی، یادم نامه هایی که پرینت میکردی میفرستادی اووردی تو برنامه نشون دادی. منتظر هستیم تا در یه برنامه باز بیای دیداری با دوستانی که شما را از طریق تلویزیون مردم شناختن دنبال کردن داشته باشی. در رابطه با این پس ما همون وبسایت IACC Iranian American Community Center، مرکز جامعه ایرانی آمریکایی میشه، به مرکز جامعه، حالا دیگه اینا اینجا همه چیزا رو سعی میکنن ابریویت کنن، خلاصه کنن، و اینم خیلی خوب در اومده IACC. و از اون ورم پارس پلیس، اگه کسی گوگل کنه فقط پارس پلیس رو پیدا میشه یا نمیشه؟ هیچ وقت کردی این کارو؟ شما باید نگاه فاد بکنید، اولا بذارید IACC این پدیدار میشه. بله ولی باید دقت بکنید چون مشابه زیاده در جهان. شما باید اونی که در دین و ویرجینیا هستش برید اونو، بعد سایتشون باز میشه همونطوری که خود شما پیدا کردید. توی گوگل اگه بزنید پارس پلیس احتمال داره جای دیگه باشه، باز اگه یکی دو تاشو باز بکنید احتمال زیاد داره که اولیش همون مال دین و ویرجینیا باشه که همین محل هستش. البته پارس وقت میدنید یکم تو کالیفرنیا است که با این اشتباه نخواهد شد. من خیلی کوتاه خدمتتون میگم برقای متفاوتی که در این انجمن اتفاق میفته یا در این سنتر اتفاق مرکز اتفاق میفته. اینجا حتی شما میتونید اجاره بکنید برای میتینگاتون، یا میتونید اگه برنامه خاصی دارید اونجا رو بگیرید برای سخنرانیتون. خود اونجا میادش یعنی خود این مرکز فیلم سینمایی میذاره. گفتم این توی اتفاقا این دوستمون میگفت شما آقای شبستری این دوستمون میگه یه فیلمی هم میخواین نشون بدین، کارهای دیگه مثلا اونجا درس موسیقی هم حتی میدن. بله بله، که یکی از کنسرت هایی هم که گذاشتن تنها برنامه که داشتن خارج از این سنتر بود توی ریتز کارلتون بودش توی تایسونز کورنر، که با استقبال بسیار خوبی چون در حدود 780 نفر آدم اومده بوده و دیگه اونجا جای این مرکز هم
میدونید که مثل هتل ها میمونه، میگه اگه میخوای دور مثل کلاس روم بذاریم مثلا اینقدر آدم، وقتی شما میری میز داشته باشه اونجا 40 نفر تا مکسیموم 50 نفر جا میشه. نه این قانون فایر دیپارتمنت اصلا بفهم. برای سیفتی فایر دیپارتمنت میاد میگه شما اگه بخواین مثل مجلس بذارید 100 نفر، اگه بخواین مثل میز بذارید اینقدر. و خیلی خوشحالم من به این دوستان، شما از قول ما تبریک بگو، یه جایی پیدا شد. چون من همیشه اینو به دوستان گفتم که یه جامعه ایرانی که از لحاظ مهاجرین جنریشن اول از مهاجرین ایرلندی، ایتالیایی وضع اقتصادیمون بهتر، وضع سوادمون بهتر، جای تأسف داره که ما یه جایی رو نداریم. یه جایی بود خانه ایران بسته شد، یه جایی بود ایران پالاس بود، چی بود اون کاخ ایران، اینا بسته شد نیست، همون دکتر یوسفی افراد دیگه‌ای بودن و اینها. من به شما که به عنوان داوطلب اینجا کار میکنی تبریک میگم، به اونایی که دستن در کار هستن تبریک میگم، و حسن این به اصطلاح کامیونیتی و مجامع اینه که کسی اونجا صاحب نیست، ضمن این که همه خودشون رو مسئول میدونن، ولی این به اصطلاح پشت قباله هیچ کس نیست. هر کسی چند روزی میاد خدمت میکنه، کار میکنه، و هر کسی در جهت بهبودی و خوب شدن و بهتر شدن این تلاش خودشو انجام میده. من از شما ممنونم، جمعه با شما خواهیم بود. بفرمایید. در رابطه با این شب دور همین خواستم یکی دو تا موردی رو که اشاره کردید منم بهش اشاره بکنم. این اسم دور همین رو من خیلی گشتم ببینم که اسم دیگه ای رو، چون اسمش رو خودشون گذاشته بودن شب بازی، به پیشنهاد منم بودش از اول، گفته بودم مثلا بیان بشینن دورم پاسور بازی کنم، تخته بازی کنم، یه کاریش بکنیم، یعنی یه فضای متفاوتی باشه، ولی اون جذابیت نداشت. به محض اینکه ما کردیم شب دور همین و گفتیم هم فانه هم ببخشید هم جای شادی، میان بازی میکنیم، یه مقدار فضا روی میز میزنه همین تنقلات، به اضافه اینکه دور هم هستیم هر کی میخواد حرفی بزنه، من گفتم یه اپتایزری رو خودم برمیدم که اون یه مقدار استقبال بیشتر شد. ولی اسم دوره همین رو همونطور که شما هم گفتید یه مرکز دیگه هم هستش که از این اسم، و من به خود این شخصم گفتم که ببین اگر مشابهت اسم هستش من ازت عذر میخوام. گفت نه مثل کوه البرز من که سند ندارم، اصلا خود این دوره همین رو اون آقای هنرپیشه که در ایران هست این رو انداخته، و یعنی من چون نمیخوام شباهت اسمی بخواد یه مثلا تناقضی به وجود بیاره ازشون خواستم، ایشون گفتم باشه، بعد ما اینو تبدیل کردیم به شب دورم. میخواستم اینو توضیح بدم که یه موقع سوء تفاهم برای دوستان پیش نیاد، من همیشه هم سعی میکنم که این مسئله رو خیلی نگه جلو بریم که در صورت نه تنها خودتون تشریف میارید قدمتون به چشم، اونجا یه آشه رشتم اینقدر نگو به خدا دهنم آب افتاد دیگه، من باید خداحافظی کنم. فرزاد جان به امید دیدار جمعه در اشورت، به امید دیدار به دوستان بگید که بلیتاشون رو بخرن قبل از اینکه این سولد آوت بشه. خیلی ممنونم، تشکر فراوان، تشکر فراوان آقای سوربی و همینطور تلویزیون مردم برای این اطلاعاتی که تونستم در خدمتتون بذارم. امیدوارم مفید واقع شده باشه. مفید بود، ما از شما ممنونیم. به امید دیدار روز جمعه ساعت 7:30 شب. مرسی که با ما بودید. هفت شب. بله اون 2:30 باعث شد من بگم هفت و نیم. بله. خیلی ممنونم که با ما بودید. تشکر. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای فرزاد شبستری بودیم. فیسبوک ایشون رو نشون دادم در طی برنامه، و اسم ایشون رو بزنید، ویدیوهای ایشون روی یوتیوب، روی گوگل هست. همونجوری که گفتم فعالیت‌های اجتماعی، ما یکی از چیزایی که باز کمبود داریم، همه فکر میکنیم ما باید فعال سیاسی باشیم، در صورتی که ما فعال اجتماعی کم داریم. ما اگر فعالیت‌های اجتماعیمون زیاد بشه، اون سیاست و اقتصاد و فلان و اینها هم یکی یکی درست میشه. پس بچسبید به اجتماع، و مخصوصا اینجا که آش رشته و خوراک و اینها هم هست، و بازی و ورق و تخته و اینها هم هست. عکساشو دیدم خیلی از دوستانی هم که من میشناسم اونجا هستن، و
باز خوبه که این دوستان میان شبهای دیگه هم برنامه میذارن، همش فقط شنبه و شنبه نیست که یکی بگی من فقط شنبه و شنبه ها کار میکنم. میگم خود من تا دیدم امشب نوشته یک خانواده یزدی میخوان به اصطلاح خوراک بیارن، رفتم که بگم برم امشب با خانمم اونجا شام بخوریم. والا بلا شما همین مکدونالد اگه بری در یادش به خیر این آقای شایان کاویانی نمیدونم بنده خدا پیدا شد نشد چی شد، یه دفعه من گفتم آقای سوربی چقدر این نرخای برنامه شما کمه، گفتم والا نرخای کمه باز این دوستان چونه میزنه. آمد یه دو هفته برنامه گذاشت، بعد یه روز زنگ زد، آدم بزلگوی خوشمشربی هم بود، این بنده خدا هم بی خود افتاده بود تو کار سیاست، اینم با میرفت دنبال خوانندگی و اینا. گفت که آقای سوربی من از صبح تا حالا دارم میخندم. گفتم چیه؟ گفت این تلویزیون شما مثل فروشگاه مکدونالده، آدم میگه که وای میسم یه نهاری میخورم $3، میره داخل میگه که نه بابا اینی که تبلیغش کرده $3 خوب نیست، من مثلا اونو میخورم که یکم سالمتره، نوشابه کوچولو نمیخوام، بزرگتر میخوام، نمیدونم فرنچ فرایز کوچولو نمیخوام، بزرگتر میخوام. نگاه میکنی بخواستی $3 خرج کنی میای تو $10 خرج میکنی. خلاصه ما بهش تخفیف هم دادیم، گفتیم حالا شما چیکار کردی، شما مجبور نیستی هر روز برنامه بذاری، بیا هفته یه بار برنامه بذار سنگین رنگین برو اینا، که بنده خدا حالا دیگه غیب شده اونم رفته. جالبه تمام این فعالای سیاسی ما یکی پس از دیگری غیب میشن. در روی فیسبوک من صفحه این دوستان رو هم به شما نشون میدم که همین ایرانیان امریکن کامیونیتی سنتر، و خیلی جالبه وقتی این IACC رو شما میزنید روی گوگل یه چیزایی دیگه پیدا میشه مثلا اینترنشنال اینها، و خوشحالم که فرزاد توضیح خوبی داد، گفت شما اگر مثلا همینجا ما داشتیم پارس رستوران مال آقای رضا منصفان بود توی فیرفاکس، الان رفته توی اشبرن، ممکنه من اگر بزنم پارس رستوران یه دفعه یه رستورانی هم تو اوهایو توی ایندیانا توی واشنگتن سیاتل به همین نام باشه. شما باید یه دقت بیشتر یکم بیشتر دقت کنید اونا رو هم پیدا کنید. در صورت وبسایت اینها علامتش اینه Iranian American Community Center، و این عکس من یزد خودم هم رفتم اینجا و این آتشکده به اصطلاح زرتشتیان یزده که اون معبد رو هم اونجا دیدم که مسئول آتش بود و اینها، البته اونا رو پشت شیشه میذارن شما اون قسمت نمیتونی بری، و این لوگو یا علامتشون این هست همین فروهر، اینجا هم گفتار نیک، اینم کردار نیک، این پندار نیک هم الان یه مدتی عوض شده به اندیشه نیک، من نمیدونم این باز در رابطه با عربی و فارسیه، چون پندار هم من فکر نمی کنم عربی بوده باشه، ولی بعضی ها گفتن فکر کنم پندار میخوره به اون تخیلات و اینها، میگن لابد این زرتشتی ها همه مالی خولیایی هستن و چی میگن این برای تراپ اینو استفاده میکنن، کسایی که همش تو مغزشون فکر میکنن یه عده‌ای دارن دنبالشون هستن بگیرنشون دستگیرشون کنن و الی آخر. اینجا توضیح داده، اینجا اینفورمیشناشو نوشته و اینجا باز هم شماره تلفن هم وبسایتشون هست، و اون قسمتی رو که من به آقای فرزاد شبستری گفتم وقتی یه فلایر چاپ میکنید با وجودی که روی فیسبوک میذارید فکر کنید که این طرف ممکنه این رو برای یه نفر ایمیل کنه، و اونی که با ایمیل میگیره دسترسی به فیسبوک نداره. همین یه عکس، مگر نه اینکه میگیم یک عکس گویاتر از هزار کلمه است، بذارید همین یه عکسی که شما درست کردید، حالا آقای شبستری چون اینو خودش درست کرده یک کمی اون حالت دفاعی رو به خودش گرفت که توجیهش کنه، ولی من میدونم سالهاست که شبستری حتی به من تو همین استودیو پایین بیسمنت ما بود، استودیو اونجا بزرگ بود، آمد گفت اگه یه وقت چیز خاصی از روی فتوشاپ و اینها من بلدم برات درست میکنم، و این کار انجام میده. ولی به نظر من دوستان سعی کنید وقتی یه چیزی رو درست میکنید برای یه نفر میفرستید تا اونجایی که میتونید توضیحات و سوالاتی رو که اون ممکنه در مغزش ایجاد بشه شما پاسخ بدید. البته
یه آگهی های هست میدن، میگن همه چیزو ما نمیگیم که طرف زنگ بزنه. اینا برای اونایی که میخوان یه چیزی رو بفروشن. ولی شما اگه این عکس رو من دوباره بهتون نشون بدم و ببینید چقدر قشنگ زمینه سیاه، نوشته ها زرد، ولی اون اشکالی رو که من میخواستم بگم اینه. من حتی دیدید مثلا اندیشکده.net اولین چیزی که بهشون گفتم، گفتم اندیشکده آخرش ه داره، چرا شما ه نذاشتید؟ آقای لادن و اون سخنگوی سازمانشون گفتن که این گرفته شده بوده و ما مجبور شدیم اینجوری باشه. این ماجرایی هست که تو اینترنت هست، ولی تو نوشته ها من دیدم که مخصوصا با فارسی این اشکال ایجاد میشه. مثلا وقتی میخوایم بنویسیم شب جمعه میشه شبه جمعه، یا میشه شبه جمعه، یا میشه شبه جمعه. اینا رو یک کمی رعایت کنین، همون جوری که اگر با قلم و کاغذ مینوشتیم اونجوری بنویسیم. شب دوره همی، ما شب دوره همی که نمینویسیم شب دوره همی، مینویسیم شب دوره همی. بله، این دوره همی رو من اتفاقا سال نو میلادی رو آقای اردوان روزبه هم یک مهمونی گرفته بود که من وقتی اینو دیدم و آدرس رو دیدم فکر کردم اینم همونه. اونم تو وینا، البته اون توی اولد کورت هاوس بود، ولی این توی گلوس رود هست. اون یه جایی بود مال یه نمایشگاه ایرانی، اون شب فقط اجاره کرده بودن، ولی این گویا اینجا رو دائم اجاره کردن. و جای خوبش اینه که شما اگر یه مهمونی بزرگی دارید، یه سخنرانی دارید و اینا، لازم نیست پولتون رو برید بدید به هتل، یه جایی اینجا رو زنگ بزنید، تماس بگیرید، اجاره کنید، دو نفرم استخدام میکنید. هستن حتی ایرانی ها که میان خدمت میکنن. دیدم اون دفعه رستوران مرجان مثلا یه جایی اینا آگهی که ما نمیدن، ولی ما همینجوری چپ و راست براشون به اصطلاح پروموت میکنیم، بلاگ میکنیم، تبلیغ میکنیم، هر چی بگی. در صورت جمعه شب، شب دوره همی، میریم کجا؟ میریم اینجا. من هم با یکی از دوستان که شما جمعه میبینید و اون رو به عنوان سورپریز براتون گذاشتم، خواهیم بود در اون برنامه که شما میتونید شراب خودتون رو بیارید. من حتی مثلا پرسیدم خب منی که آبجو خور هستم میتونم آبجو خودم بیارم؟ فوری گفتن بله. حالا مشن یه یخدون برمیداریم، چند تا آبجو و یه دونم شیشه شراب برای اون دوستمون شراب خوره میبریم اونجا و ساعاتی رو با دوستان دیگه خوش میگذرونیم. پس برید ایرانیان یا IAC. آها، این حالا مشکل شد، چون این دوستان آمدن ایرانیان امریکن رو خلاصش رو نوشتن، ولی کامیونیتی سنتر رو کلماتش رو نوشتن. حتما هم به این دلیله که یک چیز دیگه به اسم IACC هست. در هر صورت دوستان، من اینو به شما بزرگ نشون میدم، اگر روی فیسبوک هستید با آقای شبستری تماس بگیرید، با من تماس بگیرید، اون آگهی رو براتون بفرستم. اگر نیستید، مشکلی براتون هست، بگید تا براتون اینو بفرستیم. و من دارم سعی میکنم که این ماوس رو بکشم بیارم اینجا، این آدرس اینترنتشون رو هم به شما بزرگ نشون بدم. به این میگن باکس آدرس، جایی که آدرس رو شما تایپ میکنید. لزومی نداره که دیگه www نقطه رو بنویسید. این کسی که اصلا اینو شروع کرد، این یه کاری بود برای افراد کم سواد کامپیوتری، اونایی که کامپیوتر میدونستن http بود، هایپر سامتینگ، و الان دیگه لزومی نداره. شما اینو بنویسید، میارتتون توی این صفحه، اونجا میتونید تیکت بخرید. اگه بار اولتون هست مثل من یکم هم تنبل هستید، یا با من یا با آقای فرزاد شبستری تماس بگیرید. نه ایشون پولی ساخته از این برنامه، نه من پولی ساختم. والا اگه 3 تیکت هم خریدیم، 3 $10، فقط بهمون احترام گذاشتن، گفتن شما تیکت رو دم در پول بده، یعنی نگفتن برو رو اینترنت. برای که من گفتم که من چون نمیدونم کجا برم میشه، گفتن اینجوری. بعدم برای که زحمتشون رو جبران کرده باشم، گفتم شما بیا چند دقیقه صحبت کن.
باید یاد بگیریم. طوفان در راه است. این دوست ما که داره میاد، گفتم ای شما داری میای مثل اینکه طوفان هم داره میاد. گفت شاید این طوفان هم داره یک پیامی به ما میده، یک ندایی میده که بیدار شین. تا کی آخه 40 سال خواب کم بوده؟ گفتم والا 40 سال که هیچ، توی تاریخ ما میشه بگیم 1000 سال خواب بودیم، چون اگر بیدار بودیم هم وضع کشور اینجوری نبود، هم وضع دنیا اینجوری نبود. چون فقط کشور و ما نیست، الان شما نگاه کنید دنیا با یه موزل بزرگ. امروز داشتم راجع به لبنان میخوندم، یا وزیرش یا یکی از نماینده‌هاش گفته لبنان 7 میلیونی 1 میلیون نفر مثل که الان از سوریه و اینها اومدن اونجا و اینا فشار اقتصادی میارن، که منم فوری گفتم خب تماس بگیرید آخوندا بهتون برای اون 1 میلیون نفرم پول میدن، چون آخوندا که به سوریه و به لبنان و به فلسطین کمک میکنن، فقط به ایرانی های بیچاره هست که کمک نمیکنن. این هم از این ماجرا. طوفان در راه است. و اما برگردیم باز، چون دیروز سپتامبر 11 بود، همه این رئیس جمهورای پیشین، افرادی که معروف هستن، یه چیزی نوشتن در رابطه با این که از 17 سال پیش آمریکا عوض شده، کلن اینجور اونجور. احمق ترامپ برداشته بود نوشته بود 17 سال از سپتامبر 11 گذشت، علامت تعجب. اینی که همیشه اینقدر زرزر میکنه، یک جمله نیمه تمام که نه فعل نه فاعل نه مفعول داشت و 17 سال سپتامبر 11. خب چی؟ 17 سالی که تو 3 روز بعدش گفتی کار عربا بوده، ولی تا رئیس جمهور شدی دخترتو عرب، دخترتو زنتو سوغات برداشتی برد برای اونا، به جاش هم پول گرفتی آوردی. وقتی بهتون میگم این پا اندازه و شغل پمپ بودن یا جاکشی فقط شایستشه، باور کنید دروغ نمیگم. خب این از این. بعد یه ماجرای دیگه، این طوفانی که داره میاد، خب میشینن اینجا امرجنسی فیما و اینها تصمیم میگیرن که چه کار کنیم. بعضی وقتا اینجا یک ارتشی داره، بهش میگن نشنال گارد، یعنی گارد ملی، و این آماده میشه. بعضی وقتا میفرستن اونجا برای اینکه تا یه جای خاموش میشه، تا چیز میشه، یه عده میان دزدی میکنن، یک کمبود میشه، میان آب فروشگاه ها رو، وقتی هم یکی میخواد بیاد آب ببره از یه فروشگاهی میزنه شیشش هم میشکنه، داغون میکنه و اینها. بعضی وقتا این نشنال گارد رو میفرسن که محافظ چیزای مردم باشن، مخصوصا الان که به مردم گفتن ایوکوید، یعنی از اینجا برید بیرون. گفت بیش از 1 میلیون نفر از این ایست کوست، ایست کوست یعنی قسمت شرقی آمریکا، آمدن دارن میان به طرف نورت و به طرف وست و اینها که از طوفان دور بشن. خب این شهرها خالی میشه، شهر که خالی میشه مثل بیشه و جنگلیه که شیر توش نیست، موشا زیاد میشن دیگه، درسته؟ دوزا زیاد میشه. اینه که اونا مسئولن که نگهداری کنن تا اینا برگردن. یه روشی رو که این داداش من چند ساله به من یاد داده و الان امروز از بانک ها هم یکی یکی نامه میمد که اگه مشکلی پیش اومد به ما زنگ بزنید، چون میخوان فوری بهتون وام بدن، خونتون رو درست کنی فلان اینها. داداش من چند سال پیش توی مهمونی گفت که شما دیدید که تو طوفان برق میره، و وقتی برق میره، خب شما مثلا خوابیدی یا رفتی خونه پسرت، چون اینجایی که شما هستی طوفان میاد، بعد که برمیگردی میبینی برق اومده، همه چی هم درسته، فریزرت داره کار میکنه فلان اینها. ولی چیزایی که تو فریزره اگر از اون فریز بودن، از اون یخ زدگی برگرده، مثلا 2-3 بار این حالت اتفاق بیفته، این گوشتا، این مواد، هر چی که دارین فاسد میشه. برای اینکه بفهمید چجوری بفهمید که این فریزه خاموش شده یا نه، فکر میکنید چه راهی هست؟ بعضیا دستگاه دارن، کامپیوترشون می‌نویسه کی برق رفت، کی برق اومد. ما داریم، ما اینجا یه باتری داریم اینقدر، بعد این باتری به اینترنت وصله، به کامپیوترمون وصله، وقتی برق برو بیاد میایم میزنیم، ریپورت ها به اون میگه در فلان ساعت اینقدر برق رفت، اینقدر اومد، دوباره رفت، دوباره اومد و الی آخر. ساده ترینش اینه که شما یک استکانی، یک لیوان پلاستیکی که نشکنه، چون یخ شما وقتی میذاری آب حجمش زیاد میشه وقتی یخ میزنی،
و میشکنه بعضی چیزا، دیدید بطری یادتون میره تو فریزر، به قول ما شیرازی ها میپکه میترکه. بهترین اینه که نه این لیوانه که چای توشه ها، یک لیوان پلاستیکی رو آب کنید بذارید توی فریزر تا یخ بزنه، بعد قبل از اینکه برید برید یه دونه سکه 10 سنتی، یک قرونی، دوزاری، پنجزاری، من نمیدونم، بذارید رو این فنجونی که یخ زده یا لیوان آبی که یخ زده، برید سفر رو برگردید. اگه وقتی برگشتید دیدید این سکه هنوز روی یخه، نشون میده فریزر شما خاموش و روشن نشده، و اگرم شده انقدر زود برگشته که این یخ زدگی از بین نرفته. ولی اگه برگشتی دیدی ایداد بیداد این چیزه نیستش و رفته پایین اون وسط حالا یخ زده، این نشون میده که یه سری از چیزایی که تو فریزرتونه ممکنه خراب شده باشه. بعض وقتا میری و میای میبینی حالا این سکه چسبیده به یخ، نشون میده شما وقتی این انداختی داخل این دستت گرم بوده 98 چقدر درجه، با اون یکم این گرمیش باعث شده این آب بشه بچسبه بهش، یا یه وقت میبینی یه ساعت برق رفته، فقط یه میلیمتر دو میلیمتر آب شده، این رفته پایین تر، و خلاصه دیگه شما هستید که تصمیم میگیرید چیزها رو دور بریزید یا نریزید. آقای زرابی هم جواب دادن به خانم آزیتا شفازن، چون خانم شفازن نوشتن آقای کوروش خان یک مقداری مطالعه و انصاف هم بد نیست در دنیا. ایشون نوشته شما تردید نداشته باش که من به اندازه کافی مطالعه کردم. ای کاش می نوشتی مطالعه می کنم. چون اینایی میگن مطالعه کردم یعنی دیگه بس، در مغز بستم، کلیچم انداختم دور. ضمناً مطالعه یه وقت میبینی من میشینم 100 بار مثنوی مولوی رو میخونم، کتاب حافظ رو میخونم، مسابقه میدم با حافظ، به حافظ میگم اگه تو حافظ قرآنی، حالا من میخوام حافظ کتاب حافظ بشم. این فایده ای نداره. مطالعه ای که خانم شفازن میگه، میگه یعنی اوضاع روز رو ببینیم کجاست، که من خودم میدونم کوروش زرابی از لحاظ در جریان بودن در جریان هست، چون با وجودی که نوشته سلف امپلوی کاری نمیکنه، همش با دوستان رو تلفن، رو فیسبوک، روی این صفحه، روی اون صفحه. و یادتون باشه شما ممکنه کتاب نگیری دستت بخونی، ولی همین ویدیو رو که میبینی، همون صحبتی که گوش میکنی، بالاخره یه چیزی یاد میگیری. اتفاقا اینجا یه چیزی نوشتم که گفتم اگر خانم لیلا وایساده بود حالا اینو یاد میگیره. و اما این باز صحبت آقای زرابی و اونای دیگه ای که سوال میکنن، اینا هنوز جنگ نرفته، جنگی انجام نشده، پیروزی حاصل نشده، دارن سر قناعم با خودشون دعوا میکنن. و این رو من یه بار گفتم، این دوست اون آقای آرش رو هم من بلاک کردم، چون وقتی بهش گفتم به من نگو استاد، دیدم یه کم داره لوس بازی در میاره، هی یه جمله می‌نویسه هی می‌نویسه استاد، هی یه جمله می‌نویسه هی می‌نویسه استاد. منم بهش گفتم که شما چون بوگن میدی پس واستاد، برو اونجا وایسا، کردمش بیرون. دوستان احترام خودتون رو نگه دارید اگر می‌خواید بهتون بی احترامی نشه. من از سنگ کوه که دیگه بی ارزه تر نیستم، میگه به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. تویی که میای به من میگه آقا آخوندا دارن میرن شما چه کار میکنی، میگم مرد که احمق، من استخدام دولت جمهوری اسلامی بودم، 5 سال کار کردم، 5 سال فکر کردم آدم میشن اینا، 5 سال فکر کردم اصلاح میشه، دیدم نمیشه. قید خونه، کار، موقعی که همه بیکار بودن، ماشین نو، خونه نو، کار و زندگی رو زدم، با زن و 2 تا بچه خودم رو در به در کردم. من نمیگم آخوند منو تبعید کرده، خودم رو در به در کردم و بهش افتخار کردم. مثل دیگران نمیدم بگم من بابام اینجا، من ننم شوهر کرد، بابای آمریکاییم برام ویزا گرفت. دروغم نگفتم، از روز اولم گفتم پناهجو بودم، پناهنده هستم، افتخار میکنم. امروز دارم به زبان ساده میگم من کاری نبودم، کاری نیستم، کاری نخواهم شد، من اصلا ایران برو نیستم. بیا جلو، خدایی بهت بگم
من بعد از 20 سال سال 2005 رفتم ایران، موقعی بود که دیگه همه گفتن آقا ایران خوب شده، شما نگو ببین جاده اصلا از این ور شهر میری زیر از اون ور میای بیرون. ما 3 هفته رفتیم شهر خودمون شیراز، برگشتم گفتم من دیگه ایران برو نیستم، شاه میخواد بیاد بیاد، رجوی میخواد بیاد بیاد، ملا میخواد آدم بشه بشه، شما میخوای بشی رئیس جمهور بشو. آقا من و شما و آخوند و شاه و شیخ نیست، این مردم آموزش و پرورش ندیدن ندارن و فعلا درست بشون نیست. نمیخوام مثل اونا بگم باید بمب بندازیم. خب انقدر عصبی نشید و فشار عصبی نیارید. خیلی ممنون. اینم دو تا فوتو. Many thanks for your time and effort. ببینید یه جمله یه صحبت باش کردیم قبل از اینکه بره به دنبال کار کاسبی و زندگیش برسه بهش نشته خیلی ممنون. آقای فرزاد شبستری، بله آقای فرزاد شبستری خیلی به اصطلاح اینجا میگن سر وقت میاد، خیلی مقرراتیه و خوبه. هم درستی بعض وقتا زندگی برای خود آدم یک کم سخت میشه، ولی واقعا اونایی که اطرافش هستن زندگیشون راحت تر میشه، ولی اونا گاهی به این فکر نمیافتن که خب ما هم یک کاری کنیم که زندگی اینم راحت بشه. فرزاد شبستری، شب دورهمی، صبح رویش رو با هم ببینیم. اون آقا محمد هم که قرار بود برنامه داشته باشیم متاسفم امروز هم 3 بعد از ظهر گفتار عقل بشر دوستمون نتونست برنامه اجرا کنه و این با هم میریم صبح رویش و این برنامه رو میبینیم. سعید گفت من این صبح رویش رو گذاشتم، طرف از اون ور دنیا با من تماس گرفته که آقا اینا پاس دارن. گفت به خودم فکر میکنم آخه اگه این پاسدار بود میومد بگه ما بچه ها رو از تو خیابون جمع کردیم شما بیان 50,000 تومان به ما کمک کنید، عقلتون کجا رفته؟ آقایونی که اسم دکتر پیشوندتونه، اسم نمیدونم فامیل فلان باباتون پسوندتونه، این آقا 70-80 تا بچه رو با دوستانشون جمع کردن از تو خیابونا سرپرستی میکنن. دوست داری کمک کن، دوست نداری زر نزن، برو دنبال کارت، برو وقتی یه جا رقص عربیه make sure مطمئن باشه پولاتو خورد میکنی، هی به زور بچسبون تو خشتک، بکن تو خشتک طرف، اگه خانمت هم نشسته یه جوری چیز کن که بگو عمدن دستم، چون میگن سهوًا دستم خورد به فلان جایی. چی بگم آخه مردی ما از دست شما. سلام، محمد حسن داوودی هستم، مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش. نمیدونم صبح رویش رو چقدر میشناسید، مدرسه ای که 612 تا از بچه های کار، بچه های در معرض آسیب رو ثبت نام کردیم و داریم بهشون مهارت های زندگی یاد میدیم و مهارت های شغلی. ما بچه ها تو مدرسه مهارت نگفتن یاد میدیم برای اینکه یاد بگیرن مواد مخدر رو جابجا نکنن، مهارت کنترل خشم یاد میدیم برای اینکه با یه درگیری ساده تبدیل به مجرم نشن و خیلی از مهارت های زندگی دیگه که به دردشون میخوره. همینطور به بچه ها لوله کشی یاد میدیم، برق کشی یاد میدیم، کسب حلال رو یاد میدیم تا بتونن با کار کردن و با پول درآوردن از راه سالم به جای راه‌های غلط در آینده بتونن آدم موفقی بشن. الانی که دارم با شما صحبت میکنم صبح رویش با یک بحران مواجهه، بحرانی که دیگه ما نمیتونیم هزینه‌های حتی اولیه بچه‌ها رو تامین کنیم. ما امروز با فاطمه خداحافظی کردیم و تو این مدت اخیر با حدود 150-160 از بچه‌ها مجبور شدیم خداحافظی کنیم و از دیگه تو مدرسه نتونیم این بچه ها رو برای سال بعد داشته باشیم. بچه هایی که دونه دونه شون رو با سختی جذب کردیم از چهارراه ها، از محل کارشون و پدر و مادر رو راضی کردیم، با یک سختی خیلی زیادی تونستیم پای بچه ها رو مدرسه باز بکنیم و الان به خاطر یک سری نبودن یک سری هزینه های خیلی جزئی نمیتونیم دیگه خیلی از این بچه ها رو داشته باشیم. یک کمپین رو اندازی کردیم به نام تنهایی نمیشه. اگه بخواید با این کمپین همراهی بکنید با پرداخت ماهانه 50,000 تومان که برای ما این پول بسیار ارزشمنده، میتونیم یک بچه رو از سر چهارراه به پشت نیمکت ببریم و بهش خیلی از چیزهایی که برای زندگیش لازم داره رو یاد بدیم. الان برای ما تا آخر تابستون همین فرصت کم حکم مرگ و زندگی رو داره. ما اگر بتونیم این بچه‌هامون رو تامین بکنیم و برای هر کدوم از بچه‌هامون حامی پیدا کنیم میتونیم تا آخر سال نگهشون داریم. اگر دوست داشتید
از این طرح حمایت بکنید، صبح روش رو تو اینترنت سرچ بکنید و به سایت صبح رویش برید و طرح بورسیه رو مشارکت کنید و همینطور این فیلم رو برای ما منتشر بکنید. اگر این فیلم رو بتونید دست به دست بدید و از ما حمایت بکنید، خیلی برای ما موثره و بسیار ارزشمند و ما میتونیم این بچه‌ها رو برای آینده آماده بکنیم و یاران صبح رویش که دارن عاشقانه با تخصص‌های بسیار بالا 80 نفر دارن در صبح رویش کار میکنن به آرزوشون میرسن و مسئولیت اجتماعی ما و شما برای آینده بهتری برای این بچه‌ها به نتیجه میرسه. خیلی ممنون. صبحرویش.com یا سرچ کردن صبح رویش در اینترنت و انتشار فیلم درخواست من از شماست. والا خدا قوت بده بهت. این آقا اگر پاسدار بود اونجوری که خودمون میگیم میخورن و میبرن و کارخونه دیگه نمیمد وایسه برای 50,000 دلار ویدیو درست کنه، التماس کنه. اصلا اینو اگر دولت شعور داشته باشه باید بره بهش بگه آقا ما یه پول کلانی میدیم به این مدرسه، شما این ویدیو رو این ور پخش نکن، آبرو ما رو نبر. اینه آقای زرابی، نه اینکه من و دوستانم در فرانکفورت رفتیم، بعدم رفتیم سلمونی، بعدم رفتیم خوراک خوردیم، بعدم نشستیم جلو تلویزیون با لیوان شراب و کنیاک. خب چیه؟ شما میخوای اون جوان بیچاره ای که تو ایران ناراحته که داره تو خونه مادرش خونه پدری زندگی میکنه دلش بسوزنی که اگه بیای آلمان پناهنده بشی اینجا بطری کنیاکت هم روی میزه؟ شما به اون بگو چه شبهایی شما ناراحتی که پلو مادرت نیستی. حقیقت رو بگی. اگر سوربی تونسته اینجا 20 سال دوام بیاره برای که حقیقت رو اومده گفته. میخواد طرف خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد. شما باور نمیکنی من چند تا بیننده داشتم که از من نفرت داشتن، یکی یکی زنگ زدن عذرخواهی کردن، ما حالا فهمیدیم. یه دفعه یه بیننده بود به من گفت که آقای سوربی شما یه چیزی تو برنامه گفتی، من بعد از برنامه نشستم تا شب فکر کردم. کالیفرنیا بود اون برنامه، ما رو روز میده. گفتم چی گفتم؟ به خودم گفت که خودم فکر کنم. گفت شما گفتی اینقدر دنبال پول ندوی، امروز میدوی 1,000 دلار در میاری. خیلی خوشحال. خب من چون پخی نیستم اگه 1,000 دلار در بیارم خیلی خوشحال. شما پخی هستید 100,000 دلار گیرت میاد، یه معامله میکنی دی ترید میکنی 200,000 دلار گیرت میاد. ولی یادتون باشه امروزی که جوونی میتونی را بری، میتونی با دوستت بری بیرون، شما گذاشتی 200,000 دلار گیرت اومده، این سوربی هم 100,000 دلار گیرش اومده. down the road یعنی چند مدت دیگه حاضر یه روزش رو 10,000,000 بدی نمیتونی بگیری. طرف گو آقا من این حرف شما به این نتیجه رسیدم من پول نمیخوام، چرا اینقدر دارم میدوام، چرا اینقدر دارم؟ گفته بالا کمک رو به دیگران دیگه، تا اسم کمک میاری رفت دیگه، تموم شد. همین ماجرایی که امروز برای سعید نوشتم، آقا ما بالاخره راه حل این که دوستان برای ما هی زرت و زرت چی نفرسن اینه که هر کی فرستاد اتوماتیک براش میفرستیم که ما اینجا جواب نمیدیم، یک دو به تلویزیون مردم کمک کنیم. بعد طرف مینوسه خب جواب که ندید، اسم کمک هم که بیاد یا علی مدد. خب بذار من یه چند تا عکس اینجا گذاشتم بهتون نشون بدم. یه عکسی رو اون روز دنبالش میگشتم نتونستم پیدا کنم، بعد پیدا شد گذاشتم نشون دادم. به این صورته که آقای مک‌کین رو به صورت یه سوپرمن کشیده و میگه تلویزیون ها یا میدیا یا رسانه از این مک‌کین برای شما اینو ساختن. ولی اگر عکس حقیقی، این عکس حقیقی که یکم پانورامیکه، پانورامیک یعنی عکسایی که ببینید شما چشمتون رو یه دم نگاه کنید، دستتون رو بگید سمت چپ، دستتون یه دم اینجوری بهتون نشون بده، این دستتون رو بگیرید سمت چپ، نگاه مستقیم کنید ولی دستتون رو میبینید. اصلا این آزمایش چشمم هم همینه برای اینایی که چشمشون لکه آورده و اینا. این دست رو میبینید، این دست رو بگیرید دست راست، باز این دست رو میبینید، حرکتاشو میبینید. حالا دستتون رو شما از اینجا که بازه بیارید به هم، این زاویه 180 درجه هست. باورتون میشه چشم ما 180 درجه رو میبینه؟ این روزا با تلفن رو میتونیم پشت سرونم ببینیم 360 درجه. خب این
پانورامیک یا 180 درجه، بعضی از دوربین ها 120 درجه رو میبینه، بعضی ها 140 درجه، بعضی ها 160 درجه، بستگی به اون لنزش داره که به شما میدن. این روزا یک بعضی هاش هست که دو تا گذاشته، بعضی ماشینا رو که میخرین باهاش میاد پشت شیشه جلوتون هست، بالای آینه تون داره فیلم برداری میکنه، اونا مثل چشم 180 میبینه، بعضیا 270 درجه میبینه، حتی این بر دو تا بغلتون هم میبینه، فقط 90 درجه پشت نشون نمیده که اونم آینه تون هست. اینم درس امروز. دلم میسوزه اگر لیلا خانم رفته باشه چه چیزایی رو یاد نگرفته. میگه میگه عکس حقیقی اینه که آقای مکین در زمان حیاتش این آخریا آمد با سوریه، با یوکرین اینا رو اسلحه داد و دنیا رو بیشتر به هم ریخت. و این پایین نوشته What media don't show، چیزی که رسانه ها به شما نشون نمیدن. خب این عکس رو ما پیدا کردیم، بالاخره ممنون و متشکریم. یه آقای هست به نام ناصر کنگره، نوشته بود برای نمیدونم ریزش و برای تعویض و برای گزارش و اینا، من یاد تعویض روغن افتادم، بیایید به ما بپیوندید و اجلاس. نوشتم آقا این ما کیا هستن، این اجلاس کجا هست، بعد چی شما اینش هستی شعار میدید. دیدم خیلی خله، اصلا عکسشم پاک کردم انداختم دو، ولی چون سپتامبر 11 دیروز بوده اجازه بدید من یه چند تا عکس به شما نشون بدم و ببینید که این عکس حقیقیه. دوستان نگاه کنید، این روزی که ساختمان‌های اینجا فرو ریخت و اینا کسایی هستند که کار میکردن تو اون منطقه، خیلی ها بچه هاشون اون پایین توی میدونی این بیلدینگ هایی که مثلا 1000 نفر کار میکنن، یه قسمتش هم دیکره، یا اگه اونم نباشه یه چیزی بغلش هست اینا. خلاصه این صحنه، بذارید بیشتر عکس از بالا تا پایین بهتون نشون بدم، این صحنه اون روز نزدیک خیابون نیویورک، نزدیک اون ساختمان‌های توین یا دوقلو بود و این عکس رو طرف گرفته. حالا ببینید که بعدش این عکس رو گذاشته. این خانم همون خانمیه که 17 سال پیش توی اون عکس بوده و این عکاس همون کسیه که اون عکس رو گرفته. این خانم امسال تصمیم گرفته یا سال قبل هرچی روز 11 سپتامبر ازدواج کرده، گفته 11 سپتامبر برای من یه روز مهمیه و هیچ وقت از یاد من نمیره. حالا این که تو این روز ازدواج کنه یادآور اون با این یکی باشه، این دیگه نظر شماست که کار خوبی انجام داده، کار بدی انجام داده، و ما قرار نیست کار خوب و بد دیگران رو قضاوت کنیم. هم آقای اجلالی همیشه اینو میگه، هم آقای انصاری میگه من مسئول قضاوت دیگران نیستم. ولی توی فیسبوک یه سر بزنید میبینیم که هممون همه رو داریم قضاوت میکنیم. و اما یه فیلمی من دو سه شب پیش دیدم به نام American Made، یعنی ساخته شده در آمریکا یا توسط آمریکا. آقای تام کروز هم که خیلی معروفه. این فیلم هم مال 2017 است، هنوز یک سال هم نیست. بذارید من اینو براتون پیدا کنم. ولی اینو وقتی نگاه میکنید، این ماجرای ایران کانترا یا ایران گیت، ماجرای نیکاراگوئه، ماجرای اون اسلحه، ماجرای مواد مخدر، کی؟ آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا، کی؟ آقای آلیور نورت جنرال ارتش آمریکا، کی؟ CIA، کی؟ خلبان TWA. اینا نشون میده که چجور وقتی اینا میخوان یک چیزی رو، اون جمله‌ای که وسیله هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینا برای رسیدن به هدفشون با همون ایرانی که دروغ میگفتن به همه، اینایی که حالا میگن ریگان ریگان، اینایی که حالا میگن ترامپ ترامپ، میگم احمقا برید بخونید، برید ویدیوها رو ببینید، برید این بازجویی که توی مجلس بود تماشا کنید که این آقای جنرال رو آوردن، بعد نشد بعدش براش کار تلویزیونی و فلان و اینها، و ببینید که اینا وقتی میخوان چی کار میکنن، کجا رو با آتش میکشن. یادمه یک سالی من تو آلمان بودم، یک صحبتی بود که یه دیسکوی رو توی آلمان خود آمریکایی‌ها
منفجر کردن، خود آمریکایی‌ها رو کشتن که بتونن بنزن گردن یکی. حالا ایران هم از اینا داره کپی میکنه. ایران هم میگه، میدونید هر جا یه اتفاقی میفته آمریکا میگه تروریستای ایران، ایران هم حالا میگه حمله توی عراق به سفارت و به جاهای دیگه‌ای که مال ایران هست، میگه مسئولش آمریکا هست. این فیلم رو من نمیدونم، اگر شما هم مثل ما ماهی 150 تا 200 دلار نقره داغتون میکنن برای HBO و شو تایم و فلان و اینا و اینترنت های اسپید، میتونید روی اینترنت نگاه کنید، اگه نمیتونید کرایه کنید میتونید روی نتفلیکس ببینید. تام کروز توی امریکن مید، البته این از اولی که نشون میده تا آخر این فیلم ماجرای کولومبیا هست و نیکاراگوئه، CIA، TWR خلبان، آقای ریگان، آقای آلینورد، آخرش اونجایی که میرسه میگه خب حالا ما میریم به ایران اسلحه میدیم، اون دیگه تموم میشه. ولی میتونید فیلم حقیقیش رو توی یوتیوب ببینید و اون آقایی که میاد خود همین مال CIA اینا، بعدم میگن که کولومبیا اومده کشتتش، ولی خود این آقا وقتی زنده بوده هر شب میرفته توی هتلی و ترسش این بوده که حالا که دستش رو شده CIA و آمریکا میاد میکشتش. و جدیدن هم دیدیم بعد از این همه سال که آمریکا گفت ما طبق قوانین خودمون، طبق قانون اساسی، طبق متممهایی که گذاشتیم، دیگه ما نمیتونیم دستور اسسینیشن، این اسسینیشن این کلمه از اون حشیشیان اومده، اینه یه دفعه برید دنبال ریشش پیدا کنید. اسسینیشن موقعی که دستور کشتن یه رهبری رو میدن، دیدید چپ و راست اسرائیل یه هواپیما میفرسته میگه امروز زدیم نمیدونم 4 نفر مال فلسطین رو کشتیم، همیشه میگه مسئولیم، من نمیدونم این چه سازمانیه این همه مسئول داره بمانه. همین تازگی همین شارلاتان دستور قتل بشار اسد رو داده بوده که اونایی که دور برشن و دیدن اگر یک کار اینجوری انجام بشه دیگه الان مثل قرن 18 و 19 و 20 نیست، الان قرن ارتباطات است، عصر ارتباطات است، و این باعث میشه که دنیا به هم بریزه و جنگ جهانی سوم، که البته جنگ جهانی سوم هست الان، چیزی که هست ما حالیمون نیست، چون شما دیگه هر شب خبرها نمیاد فیلم نشون بده مثل ویتنام که چند تا کشته شدن، نمیفهمیم چند تا کشته شدن، نمیفهمیم کجا آتیش گرفته، با وجودی که فکر میکنیم خیلی هم میدونیم. در هر صورت این آقا باز دستور کشتن یک رهبر یک کشور دیگر رو صادر کرده که اونا انجام ندادن. و اما بذارید ببینم اینجا براتون چی گذاشتم، یک چند دقیقه ما با شما باشیم. خب ما از موقعی که آمدیم حالا یا اشتباه کردیم یا باز همین حس معلمی و همین حسی که اگه من اینجا رفتم پام رفت تو این چاله، به دیگران زنگ بزنم بگم آقا اینجا جلو خونه سربی یه چاله‌ای کندن مواظب باشی، دیگران راهنمایی بشن، شاید هم بعضی وقتا اشتباهه. ما آمدیم گفتیم بابا یه همچین برنامه پیش اومده، چست یعنی سینه، درد گرفت 2-3 بار، قرص خوردیم، بعد همسرمون گفته که برو تو، چون باباتم میگم بابا، بابای من به خاطری که پسرش کشته شده بنده خدا 3 بار سکته کرده، وسایلشو که وقتی پستمونه فرستادن رفته گرفته، فکر کرده حالا وصیت چیزی، بعد رفته دیده وسایل کپک زده از حمام که برگشته بوده، و یه وقت جنازه داداشمو که دیده سکته کرده، اون بوده. خلاص گفتن به قول معروف ما رو زور کردن که برو. ما رفتیم و 16,000 خورده تا حالا تا امروز بیل اومده. همین 2-3 روز پیش دیدم یه 83 دلار دیگه نوشته یادت اون روز که آمدی 2300 دلار دادی ما عکس اتمی گرفتیم، میگم بله یادمه، میگه یه سوزنم بهت زدیم 83 دلار، اونو ما یادمون رفته، آی پدر سوخته. اوکی داره اینا میاد، هی دوستانم سوال میکنن آقا خودت باد بدی، اون باد بده، فلان باد بده. ما گفتیم خب میگیم دیگه، حالا شاید یک کسی هم خواست حمایت کنه، شاید خواست کمک کنه، زمینی که من احتیاج ندارم. بعد یه دوستی هم خب لطف کرده نصیحت نوشته، همین دوستمون که از هندوستان ها رفته ایران، آقا عصبی نشو، آقا خوراک سبزیجات زیاد بخور، گوشت نخور، فلان اینها. گفتیم چش چش چش، همه این کارا رو ما انجام میدیم، ولی همه اینا رو که شما داری میگی برای قلبه. من دکترها بعد از این همه آزمایشات گفتن آقا قلبت خوبه،
شما یه کمی خواستی ادای جوونا رو در بیاری، فکر کردی اون موقع کشتگیر بودی مثل ملا نصرالدین، هنوز هم از اون 10 تا خر میپری. گفتن آقا درست آمدی آمریکا خر نیست، ولی به اصطلاح روده نیست، ولی خر هست، میتونی اینجا بپری. نگاه کردی دیدی نمیپری. این چی داره که برداشتی سنگین بوده، دست تنس بوده، ماهیچه ها اینجا قشنگم برام کشیدن که این ماهیچه های اینجا اینجوری دوستان 650 تا ماهیچه تو بدنه، 270 تا استخون، ولی 650 تا ماهیچه. خلاصه گفتن شما سعی کن اگه میخوای ورزش، نرمش، استرچ یعنی همون نرمش، ورزش یعنی اکسرسایز، این کارا رو بکن، یا اینکه اون میخوای دو بار برو بیا، یه بار ور نده 50 پوند چسبون. ولی چون این برای ما یه دوستی دیگه اینو فرستاده، ما هم برای شما میفرستیم. نوشته که 12 useful food for opening clogged heart vessels. وسل به این رگا میگن، به توپم، به اون لوله توپم وسل میگن فکر کنم، به شافتک، نه به شافتک ویزا میگن. ببینید نوشته که 12 تا نصیحت، 12 تا خوراک خوب برای باز کردن کلاگ، یعنی وقتی بسته شده. شما یه لوله‌ای وقتی بسته میشه میگن این کلاگ شده، بلاک هم میگن. در هر صورت من اینو به شما نشون میدم، با هم دیگه نگاه میکنین و امیدوارم اگر شما هم مشکلی دارید بتونید بتونه این کمکتون کنه. این از یه صفحه هست اینجوری، اینو من به شما نشون میدم تا بتونم عکس اسفناجی که همه میدونیم، من تا میخونم شما متوجه میشین. 12 تا خوراکی که رگهای قلب را باز میکنن: 1. اسفناج، فایبر یا فیبر، آهن، فولیک اسید و پتاسیم را که هر یک به تنظیم فشار خون و افزایش سلامت قلب کمک میکنن به بدن میرسانند. 2. ماهی دارای اسیدهای چرب امگا 3 بوده و سطح کلسترول خون را تنظیم میکنند. روغن نارگیل از بهترین های چربی های اشباع شده است، زیرا باعث افزایش سلامت عروق قلبی می شود. بذار من اینو براتون بزرگتر کنم که احتمالاً شما اگر از کامپیوتر یا از تلفنی چیزی نگاه میکنید اینا رو بهتر ببینید، ولی دیگه داره یعنی میگه دیگه، شما یادت میمونه این روغن نارگیل. خوب شد بزرگ شد اینجوری. نه این 3 بود، بریم سراغ 4. چای سبز میزان کلسترولی را که بدن در طول هضم و گوارش غذا جذب میکند کاهش میدهد. آب سرد و یخ زده نخورید همراه خوراکتون. دیدید این چینی ها، چاینیزا همیشه چای یا آب گرم میخورن؟ این کار انجام بدین. تا اونجایی هم که میتونید همراه خوراک میگن آب نخورید. البته بعد از اون برمیگه قبلش آب بخور تا معدت پر باشه. بعضی وقتا همه این نصیحت ها را اگه بریزی رو هم منفجر میشی. بروکلی حاوی ویتامین K که باعث جلوگیری از سخت شدن رگهای قلب و دارای فایبر که فشار خون را تنظیم می‌کند، تقریبا مثل قرص آسپرین. دارچین می‌تواند کلسترول بد را کاهش داده و از انسداد یا مسدود شدن رگهای قلب جلوگیری کند. 8. مارچوبه به عنوان پایین آورنده فشار و کاهش دهنده ریسک لخته شدن خون اثبات شده است. دانه کتان فشار خون را پایین آورده و التهاب رگهای قلب را کاهش دهد میدهد، زیرا دارای اسید آلفا لینولنیک استند. زردچوبه خیلی تعریفش میکنن، هم برای جوینت ها، مفاصل، پادرد، نمیدونم اینها. و زردچوبه از فاسد شدن خوراک ها هم پیشگیری میکنه. زردچوبه التهاب، تشکیل پلاک های خونی در رگ های قلبی را کاهش میدهد و ماده رنگی آن به نام کرکمن به از بین بردن چربی هایی که در رگ ها تهنشین میشوند کمک میکنند. اینم 10. قهوه ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش میدهد. بادام دارای چربی های مفید، ویتامین، پروتئین و فایبر هستند که همگی سلامت قلب، رگها و عروق قلبی و دستگاه گردش خون را افزایش میدهند. و هندوانه دارای
آمینو اسیدی به نام سیترولین است که با پایین آوردن فشار خون کمک کرده و التهاب رگ‌ها و عروق را کاهش می‌دهد و چون بدن را به تولید اکسید نیتریک وامی دارد، سلامت قلب و عروق افزایش پیدا می‌کند. اینم از این. ممنونم از اون دوستی که برای من اینا رو فرستاد. شما هم اگه اینا رو می‌خواید رو اینترنت هست، به قول آقای فرزاد شبستری بگردید و پیدا کنید. عاقبت یابنده چیه؟ عاقبت جز یعنی پیداش میکنه. بله، آقای خزعلی که از امروز اجازه بدین ما بهش بگیم خر علی، اجازه بدین من این پنج رو بردارم، این سه که این دوستمون بود. بله، من اون روز بهتون گفتم یه ویدیویی رو این آقای شهرام همایون با ایشون درست کرده و من یه دفعه با ایشون مصاحبه کردم و گفتم بیا. گفت نه شما از اون جایی که من مصاحبه میکنم برو بردار. گفتم من نوکر باباتم مردک، برو دنبال کاره. و یه حس بدی داشتم نسبت به این، یک همین که آخوندزاده است، آقازاده است، همین که فکر میکنم این وقتی میاد میگه من حالا سهم خونه بابامم 12,000 دلار شده، نمیدونم فلان، از آقای رضا پهلوی عذر میخوایم، مردک تو اصلا این نشریه و انتشاراتی که تو ایران درست کردی اینا، اینا رو همش با آویزون بودن به بابات و پارتی بازی و اینا درست کردی. ولی اینو داشته باشی، تا امروز نگفتم، تا اینکه یه دوستی برای من اینو فرستاد، گفت آقای سوربی شما چون درباره خزعلی صحبت کردی، حالا بیا ببین شریکش چی میگه. اونایی که هی میگن آقا اینایی که نمک خوردن نمک دون نشکنن، ما اتفاقا باید هر روز منتظر اینایی باشیم که با هم بودن دوزی کردن نمک خوردن با هم دیگه سر یه سفره بودن، حالا یکیشون میاد اون یکی دیگر رو لو میده. زهرا منصوری خبرنگار انصاف نیوز نوشته جدال بین مهدی خزعلی و فرهاد تیمورزاده تازگی ندارد. سال هاست، ماشاءالله دماغو ببین فرهاد تیمورزاده مدیر سال هاست که آنها به خاطر انتشارات حیان با یکدیگر اختلاف دارند. تیمورزاده مدیر مسئول انتشارات خود را پینوکیوی خطاب می کند که بارها گول خزعلی را خورده است و میگوید خزعلی همه جا از نام پدرش برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکرده. تیمورزاده داستان جعل امضا، این آقایی که آقای شهرام همایون شما بهش میکروفون میدی، حالا گوش کن، تیمورزاده داستان جعل امضا و اتهام سرقت کتاب ها را تخیلی دانست و گفت خزعلی هر کاری از دستش برمی آید. تیمورزاده حتی مدعی شده که یک نفر از کارمندان انتشارات جاسوس خزعلی بوده است و شهادت آنها دروغ است. مسئولات انتشارات تیمورزاده همچنین میگوید هیچ وقت از خزعلی عذرخواهی نکرده است و این کار را نیز هرگز انجام نخواهد داد. خلاصه اون پایینش نوشته الگوی خزعلی هیتلر و کسلر است. بیش از اینکه ماجراهای حیان و مسائل مادی پیش آمده باشد با آقای خزعلی مطرح کنید، او بیشتر در صورت دارن میخورن و میبرن، هر وقت که به اصطلاح پاشون توی چاله گیر میکنه میان از تلویزیون های لس آنجلسی آقای شهرام همایون، آقای میبودی و دیگران استفاده میکنن و این بنده خدا هم برای یه پول ناچیزی با کله تو دام اونا میرن. یه دوستی از مریلند زنگ زده و میخواد دستگاه جی ال ویز بخره. دوست عزیز، ما دستگاه جی ال ویز رو اینجا تبلیغ کردیم، آگهی براشون گذاشتیم، شما الان بعد 3 سال میخوای بخری، ولی هر کی خرید اینا پول ما رو خوردن کشیدن بالا، همون آقای معینی، همون خانم لیلا لاجوردی، همچین اسمی. گفتم خانم این آقا خریده؟ گفت خب اگرم خریدن لابد به ما نگفتن که از تلویزیون مردم بوده و اینها. بماند. یه دوستی گفت من میخوام دستگاه بخرم، من دستگاهی که الان دارم برای تلویزیون ایرانی ها استفاده میکنم جی ال ویز نیست. جی ال ویز اولا ماهیانه میگرفت، اونایی هم که پول داده بودن که ما این دستگاه رو دادیم مادام العمر، هر از مدتی دستگاه جدیدتری رو میاره، پروگرامای اونو قطع میکنه، میگه شما اگه میخوای باید اینو پول بدی، یعنی یه دکون کثیفی باز کرده. ایرانیان آی پی تی وی یه آقایی هست و قرارم بود برای ما ویدیو بفرسته ما پخش کنیم، خیلی گرفتارم. در صورت من پیام شما رو برای ایشون فرستادم، گفتم با شما تماس بگیره. آقای آریان پور
که همیشه واقعا یکی از اونایی بوده که ای کاش دیگران هم این کار رو انجام میدادن با شهامت، با شجاعت، مثل سرهنگ عقیلی پور، مثل خود همین آقای آریانپور میمدن خاطراتشون رو میگفتن، اون اشتباهات دوره شاه رو میگفتن، اشتباهات دوره خمینی رو بگن که دیگه تکرار نشه، نه اینکه خاک بریزن روش. ایشون اینجا نوشته که نوشین خانم گرامی، با عرض سلام، این دختر بچه مقصر نیست، بلکه اون حرفایی رو که از مادر و خواهرهایش در طول زمان شنیده است میزنه. ویدیوی اینجا نبود آقای آریانپور، ولی اینجوری که این خانم نوشته که Raising daughters in Islamic Republic of IR, whatever happened to the daughters of گردآفرین، چه اتفاقی افتاد، چی شد، چه بلایی سر دختران گردآفرین افتاد. اون احمقی که اینو میگه همین که نمیدونه بابا این ماجرای گردآفرین و شاهنامه و اینها قصه بوده و اصلا اینا داستان حقیقی نبوده. خودتون از شاهنامه بیارید بیرون، خودتون بیارید تو واقعیت، خودتون بیارید تو خیابون، خودتون بیارید اینجایی که این آقا میگه ما بچه‌ها رو از خیابون جمع میکنیم میبریم مدرسه، اون وقت میتونید یک کاری انجام بدید، اون وقت میتونید یک قدمی به پیش بردارید. دوستان، به شما گفته بودم که جمعه یک مژده برای شما دارم، امروز اعلام میکنم که دو تا مژده دارم. جمعه برنامه ها حتی ممکنه از 12:30 یا 1 شروع بشه، یکم زودتر صبحش مینویسم برای شما، و دو تا مژده دارم، دو تا برنامه زنده دارم، دو تا مهمون دارم که صبر میکنیم تا جمعه اونها رو شما ببینید. ضمناً طوفان هم داره میاد اینجا، حالا امیدواریم که خطری به وجود نیاره. اینی که گفتم آمریکا ایران را مسئول حمله به منافع خود در عراق دانست، ایران هم میگه آمریکا مسئول ما هست. آمریکا ایران را مسئول حمله به منافع خود در عراق دانست. ببینم بیشتر بخوانید ببینیم چی نوشته. بله، کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده به هر گونه حمله همپیمانان ایران به منافع آمریکا در عراق سریع و قاطعانه پاسخ خواهد داد. آمریکا دنبال یه درد چیزی میگرده، بهانه‌ای، ولی خیلی اینجا کارش خرابه، خیلی گیر افتاده، نمیدونه چیکار کنه. گفتم همین طوفانی که داره میاد، این مردک نشست گفت که آها سپتامبر 11 رفت اونجا مراسم چی؟ اولا فکر کرد دوباره میخواد بره برای این بدبختای ردنه که بی سواد حرف بزنه، شروع کرد به دست زدن. یه دفعه دید آقا این مراسم یاد بوده، دستاش اول آورد از دست زدن تبدیل کرد به اینجوری. آخه کسی که میره یه جایی که ملت عزیزش از دست داده اینجوری میکنه؟ این ببینیم ما با چه نادانی باید اینجا سرکله بزنیم. و اون دوستمون به من میگه آقا شما ترامپ از برنامه‌ات ببر بیرون، و خودشون تو کانادا نشستن راجع به آمریکا و ایران و کانادا صحبت میکنن. یه ماجرای دیگه، این طوفانی که داره میاد، این فیما و نشنال گارد و اینا دارن آمده میشن به این مردک گفتن که خب از اون طوفانی که پارسال اتفاق افتاد و 3000 نفر کشته شدن چه درسی گرفتی؟ گفت ما اون طوفان خیلی عالی بود و ما خیلی خوب، برای که به مردم به دروغ گفتن فقط 16 نفر کشته شدن. دوستان، در همین آمریکا یه طوفان اومده توی پورتوریکو 2995 نفر، یه هم چیزی نزدیک به 3000 نفر کشته شدن، تا همین امروز یه جایش هنوز برق نداره. و این مردک نشسته اینجا میگه ما کارمون نمبر وان بوده، ولی اونایی که مسئول بودن یکی پس از دیگری اومدن گفتن ما اشتباه کردیم، نباید حتی یه نفر کشته بشه، این بار سعی میکنیم. واشنگتن شهردارش اعلام وضعیت اضطراری در واشنگتن یا emergency situation، همینجا شما از خونه ما که ربع ساعت بری پایین که میشه رودخونه پتومک، اونجا الان کیسه های شن و اینا رو گذاشتن، دیوارا رو هم کشیدن بالا، یه دیوارایی هست با برق، یه دیوار میاد بالا که رودخونه که سطحش میاد بالا، چون میگه آب ممکنه 20 فوت تا 40 فوت موج، بارون هم بعضی جاها تا 35 اینچ، ولی اینجایی که ما هستیم گفته 4 تا 5 اینچ. حالا امیدوارم اشتباه کنن، از اون بغل بره همش تو دریا باشه. و میدونید که این طوفانی که از دریا میاد حتی یه دفعه باعث شده بوده که یه سری بارون بیاد که باهاش ماهی اومده بوده تو خیابونا، و مردم میگن این روز قیامت شده، نمیدونم چی شده، معجزه شده، فلان شده. بعد میگن نه بابا، این یه گردبادی که روی
ماجراش اینه، باد داره میاد و چون هوا گرمه جریانی درست میکنه که 140 مایل یعنی 200 کیلومتر هم بیشتر سرعت این گردش این باد میشه و آب و ماهی ها و اینا رو برده بالا. حالا اینجور که میچرخه میاد اینجا بارون میشه میریزه، ماهی ها میرختن تو خیابون. فیلمش روی یوتیوب هست، کلی طول کشته تا فهمیدن که این ماهی ها از آسمان چجوری ماهی ریخته. اینم این. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. خب یا بس دیگه، بذاریم برای روز جمعه. بذاریم برای روز جمعه، مگر اینکه یه چیزی رو بله، اونم از اون، اونم از اون. و هشدار آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی، آسمان ایران از عراق خطرناک‌تر است. اینم ماجرای شرکت‌های هواپیمایی. من یه عکسی گذاشته بودم، دست نزنید، یه عکسی گذاشته بودم اینجا مال آقای رضا مشایخی. اون روزم گفتم راجب آقای رضا مشایخی، ولی این عکس رو نشون ندادم و نخوندم. اجازه بدید الان نشون بدیم و بخونیم اینجا. یک لحظه، این select area، بله اینجا اینو برای شما نشون بدم. کامرای 3، رضا مشایخی نوشته: جناب سوربی، در سال 2010 مفصل در مورد من و پدرم و انفجارات بیروت در وبسایتشان نوشتم. منظورش مجاهدینه. با شناخت کامل که هیچ کس در آن زمان ما را نمی‌شناخت، حال دائما میگویند که ما نمی‌شناسیم این دو پدر، این پدر و پسر را. ارتباط با سازمان اینگونه برقرار شد که 6 ماه پیش ازشون خواستم توضیح بدهم. به جای توضیح مطالب که چطور اطلاعات محرمانه بین CIA و مرحوم پدرم در آن سال به دستشان رسیده، گفتن بررسی میکنیم، تماس میگیریم. آقای گلن گوش کنا، گرده همایی آنها و از من تماس میگیریم که فردی ناشناس مدتی بعد تماس گرفت و به جای پاسخ دادن از بنده خواسته شد در گردهمایی آنها شرکت کنم. در صورت رضایت این شرکت همیشگی باشد. به هر حال مدتی نگذشت، باز من جویای مطالب وبسایت شدم که در عین جستجو متوجه شدم مطالب پاک شده، اما لینک و تیتر خبر موجود. برایشون ایمیل زدم. شما چرا پاک کردی؟ چرا که پای سازمان سیاه هم در میانه. در مورد این خبر که نه تنها جوابی نگرفتم، بلکه لینک خبر وبسایت به کلی از بین برده شده. اختلافات شروع شد تا به اوج خودش رسید. در این حال بارها و بارها درخواست مالی کلان میکردن که حداقل بالای $1000 من کمک کنم و کار به جای رسید که من گفتن این رو بذار روی فیسبوک، این رو بردار و امر و نهی میکردن. استقبال و تصمیم گیری برای خودم نداشتم. ما بقی رو حتما در برنامه تلویزیونی توضیح میدهم، بگذارید سر فرصت. من براش نوشتم: رضا، حالا که بیدار شدی و این فرقه را ترک کردی، بیا توضیح بده که اینها برای آوردن سیاهی لشکر به نیویورک چه کارهای انجام میدهند، چه پولهای خرج میکنند. تازه خجالت میکشند اسم مجاهدین را هم بگویند یا بنویسند، پشت اسمهای دروغین و ساختگین پنهان میشود. منتظر افشاگری شما هستیم. پس اینم یک مهمون فعلا تو صف باشه تا بعدن نوبتش که رسید بیاد. روز جمعه حتما 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 همین الان یادت نره، یادداشت کن. با شما یعنی با تلویزیون باشید و ما هم دوتا مهمون براتون میاریم. روز و روزگار بر شما خوش. بعد از برنامه یه چند دقیقه باید ریستارت کنم که هم میکروفونامونو بخونه، هم این سیستم مودم راوتر جدیدی که آوردن گذاشتن که بتونه 1 گیگابایت یعنی 1000 مگابایت، درست میگن 1 گیگابایت، گیگابایت دیگه، به هر صورت یه چیز جدیدی آوردن، این باید دوباره راه بیفته. تا موقع یوتیوب رو نگاه کنید، فیسبوک رو تماشا کنید. ویدیوهای رو فیسبوک برداشته نمیشه، گهگاهی تصمیم میگیرم بردارم که روی یوتیوب نگاه کنید. بعد میگم بابا مردشور این 2 سنتی ببره که یوتیوب میخواد به ما بده. دیگه ما اینقدر گدا شدیم که برای 2 سنت این کارو بکنیم. از اون ور میگیم بابا اینا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، اینا میفهمن حمایت میکنن. متاسفانه
بعضی ها حمایت نمی کنن، خوشبختانه بعضی ها حمایت می کنن. حتما حمایت کنید، اگه برنامه ها رو می بینید به دیگران هم معرفی کنید. شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شعار تلویزیون مردم این است: تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی.